أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روز عید سعید قربان بر بینندگان محترم در سراسر دنیا مبارک باد. امیدواریم که انشاءالله طاعت و عبادت شما در روزهای گذشته مورد قبول درگاه حق واقع شده باشد و این روز فرخنده بر همه بینندگان محترم در ایران بزرگ و افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان و آسیای میانه، در اروپا بینندگان فارسی زبان ما در آمریکا و کانادا و هر جای دنیا هستند و همکنون شاهد این برنامه زنده پرسش و پاسخ در این روز مبارک، روز جمعه و روز عید سعید قربان، پنجم آبان و 26 اکتبر و ساعت به وقت تهران 13:10، یعنی 1:10 بعد از ظهر، در این روز مبارک که دو عید برای مسلمانان جمع شده، یعنی هم جمعه هست و هم عید قربان، این روز روز پربرکتی است. تبریک میگیم به بینندگان محترم، تبریک میگیم به کسانی که همیشه بیننده برنامه های شبکه جهانی کلمه بودن، تبریک میگیم به موحدین و تلسم شکنانی که به وسیله این برنامه و بقیه برنامه ها هدایت شدن، تبریک میگیم به کسانی که نتوانستند با این برنامه تماس بگیرند، تبریک میگیم به اونهایی که دنبال حقیقت، دنبال توحید، دنبال یکتاپرستی هستند و از شرک و بدعت و خرافات بیزارند. هدفشون، مبدأشون شرک زدائی و خرافات زدائی از دل خود و از جامعه خود و از حول و حوش خود هستند. ما تبریک میگوییم امروز، این روز فرخنده، دو عید در اسلام هست. یک عید قربان که همانا عید اضحا باشد و دو عید فطر که بعد از پایان ماه مبارک رمضان هست. این دو عید برای مسلمین هست و بقیه اعیاد اسلامی نیست، حالا ولو که اسمش گذاشتن عید. و در این روز سنت است بعد از این که انسان از نماز عید برگشت و با خانواده و فرزندان و صله رحم خود تبریک گفت و سلام کرد و احترام کرد، مشغول قربانی شود. دیشب هم در برنامه اشاره کردیم و عرض کردیم که قربانی، کسانی که توانایی آن را دارند، صفت شخص مسلمان در روز عید قربان قربانی دادن هست که اجر زیادی دارد. مراحلی دارد قربانی دادن. مرحله بهترش اینه که انسان خود مبادرت کند به ذبح و قربانی حیوان. مرحله دوم این که کسی دیگر این ذبح را انجام بدهد و خود شاهد و خود و خانواده و فرزندان شاهد این ذبح و این قربانی باشند. مرحله سوم اینه که شما یک جایی قربانی کنید، وکیل بگیرید، نماینده بگیرید برای شما در اون شهری که هستید یا در شهر دیگر، برای خود، برای اموات خود و برای اجری که خداوند در این قربانی قرار داده، انشاءالله با هدف این که این اجر به مردگان، به بستگان شما برسد، هم جائز هست و مشروع هست. امیدوارم که شما این کار را کرده باشید. و این قربانی 3 روز وقت دارد بعد از عید، امروز به اضافه 3 روز بعد، یعنی امروز 10 ذیحجه هست، فردا 11، 12، 13 تا غروب آفتاب روز 13 وقت برای قربانی هست. توصیه می شود که کسانی که توانایی قربانی کردن دارن حتما قربانی کنند و فقرا را بی نیاز کنند از اینکه امروز و فردا و پس فردا گرسنه نمانند، یا کسانی که توانایی خرید گوشت نداشتند با این وضعیت اقتصادی ناهمبار، که اجری هم برای شما هست و غذایی است برای فقرا. اولین بیننده در این بخش آقا احمد از فرانکفورت، بفرمایید. آقا احمد از فرانکفورت، بله. و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. استاد محترم، در اولی که
عید بر شما و کافه ملت مسلمان و فارسی زبانان جهان تبریک میگم. همچنین استاد، ما یک سوال داشتیم. ما الان نماز عید ادا کردیم و نماز جمعه ممان، آیا نماز جمعه برای ما واجب میشه؟ چشم، توضیح هم داد. و دیگه استاد، یکی از عظمی آیت الله های مشهور ایران که آیت الله قزوینی باشه، یک اتهام برای ملت افغانستان بست، میگه که اینها یک سنت را مردم افغانستان و بخصوص مردم هرات سالانه، عذر میخوایم از این کلمه استاد، سالانه یک دفعه استاد باول میکنن، میگن که این سنت محمد، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. اینو من خودم والله بالله از دهان زیادم شنیدم. آیا چنین چیزی هست؟ میگه در صحیح بخاری آمده. چشم، توضیح میدم. سلام علیکم و رحمت الله و برکات. و علیکم السلام و رحمت الله و برکات. بیننده بعدی رو بدید. آقا محمد از ایران، بفرمایید. آقا محمد، محمد قطع شد. اسحاق از ایران، بفرمایید. آقا اسحاق، آقا اسحاق بگوشیم، بفرمایید. الو، السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. استاد، عید شما مبارک باشه. همچنین تبریک عرض می‌کنم. رشید استاد، یه سوالی داشتم، میخواستم راجع به سر مقبره رفتن بعد از نماز عید، آیا ضرورتی داره، واجب، لازمه؟ یه توضیح لطفاً بفرمایید. چشم، متشکرم. موفق باشید. بیننده بعدی رو بدید. عثمان از ایران، بفرمایید. آقا عثمان، عثمان بفرمایید، بگوشیم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشید استاد، خدمتتون. ممنون. عید بر شما مبارک باد. همچنین بر شما مبارک باد. ازتون، از برنامه خیلی خوبتون تشکر میکنم. بعد عرضم به حضورتون که یه سوال داشتم. بفرمایید. برای نماز و امروز صبح خواب رفتم، موقعی که رسیدم نماز تموم شده بود، آیا ثوابش به میرسه یا نه؟ بعد چی کار کنم؟ با نماز عید بله. نماز عید هم نخوندید؟ جان، رسیدم نماز تموم شده بود. چشم، توضیح میدم. ممنون، مرسی. خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. بیننده بعدی رو بدید. آقا علی از علی قد شد. رضا از ایران، بفرمایید. آ رضا. الو، بفرمایید. الو، وصل میکنین؟ بفرمایید، وصلید شما، صداتون داره پخش میشه. آقا رضا. آه خوب هستی آقا، واسم این عید رو بهتون تبریک بگم. ممنون. آه خیلی خوب، همین دیگه، ما شیعه ایم و شیعیان نو خیلی دوست داریم. فقط همین واسم بگم، ناراحت که نشدین که؟ ناراحت بشین برای که شما شیعه اید؟ نه، یه وقتی حالا که شما یه خورده سیاسی و این چیزا هست، همین دیگه. خب بیننده بعدی رو بدید. نه آقا رضا، تبریک گفتن. بیننده بعدی، آقا ملاحی از ایران، بفرمایید. آقا ملاحی. الو، السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. با گوشی با ما صحبت کنید آقای ملاحی. و علیکم السلام، بفرمایید. به وقتی سوالی داشتم. بفرمایید. امروز مثلا گوشتی که مثلا ذبح شده به چه قسمت تقسیم میشه؟ چشم، و به چی کسایی میرسه؟ چشم، توضیح خواهم داد. بیننده بعدی رو بدید. دست شما در نکرد، شبکتون هم ممنون. خدا حافظم. سلیمان از ایران، بعد از این نگه دارید که من جواب بدم. سلیمان بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. آقا سلیمان، جناب خدمتی، عید بر شما مبارک باد. همچنین بر شما. همکاران گرامیتون، نماز جمعه در روز عید فرض، حکمش چیه؟ چشم، توضیح میدم.
خیلی ممنون. موفق باشید. اگر اتاق فرمان نگه دارید تا ما این رو جواب بدیم یه لحظه. احمد از فرانکفورت رو خط آماده دارید؟ قدیر از افغانستان بفرمایید. آقا قدیر ما به گوشیم. قد شد. نگه دارید نگیرید دیگه. احمد از فرانکفورت فرمودند نماز عید با نماز جمعه، و سلیمان هم همین سوالو داشتن. این بینندمون اولین بیننده و آخرین بیننده در این بخش، سوالشون یکیست. دیشب هم عرض کردیم، قبلا هم عرض کرده بودیم که اگر همزمان شد روز عید با جمعه، اگر شما عید خواندید، جمعه در حق شما دیگه واجب نیست. اما اگر که در مسجد شرکت کردید، نماز بخوانید، ولی بر امام جمعه و مؤذن واجب هست که اذان و ندای جمعه بدهند، و بر خطیب جمعه واجب است که شرکت کند و نماز جمعه بخواند. برای چی؟ برای این که همه مردم عید نخواندند، ولو که 3 نفر یا 10 نفر نماز جمعه شرکت کنند، وظیفه امام جمعه هست ولو اینکه خودش نماز عید خونده باشه، جمعه برقرار کند و اقامه جمعه کند. اما کسی که در روز عید نماز عید خونده، فرضیت جمعه تبدیل می شود به سنت بودن. در نماز جمعه شرکت می کند، اما به عنوان نماز سنت، نه نماز واجب برای او، شرکت می کند. تصور کنید اگر همه بخواهند نماز جمعه نخوانند، ولی نماز ظهر در حق آنها واجب است. نماز که ساقط نمی شود. اگر همه نماز عید خونده باشند، و نماز جمعه در حق همه ایشون سنت می شود، اینجا نماز ظهر اقامه می کنند. نماز ظهر می خوانند با جماعت. اما اگر که در یک جایی بود، مثل شهرستان یا یک روستایی بزرگ یا یک شهر یا یک منطقه بزرگ، که نمیداند چه کسی در نماز جمعه در نماز عید شرکت کرده یا نکرده، نماز جمعه واجب است اقامه شود. نماز جمعه واجب است اقامه می شود و خطبه خونده می شود و همه شرکت می کنند، چه اونهایی که نماز عید خوندن، چه اونهایی که نماز عید نخونده اند. این صحیح است و این فتوای علماست. بعد گفتید که آقای قزوینی گفته برادران افغان در سال یک بار ایستاده بول می کنند، که اینا می خوان تمسخر کنند به اهل سنت و به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و به حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. اولا شما گفتید ایشون یک عالم هست، همچون شخصی که این حرف رو می زنه عالم نیست. بعضی چهره ها چهره های رسانه‌ای هستند ولی اهل علم نیستند. از این که این حدیث در صحیح بخاری به عنوان یک اشکال از اهل سنت وارد می کنند، این کم فهمی و کچ فهمی آنهاست و این هیچ کس این را نمی داند، برداشت نکرده به عنوان سنت بودن. این نفر ایستاده ادرار کند و بگوید سنت است، کسی این همچون حرفی نزد. ولی از این که همچون حدیثی باشد، بله. ضمن این که ام المؤمنین عایشه صدیقه تکذیب میکند، میفرماید اگر کسی به شما گفت که رسول الله صلی الله علیه و آله ایستاده ادرار کردن، تصدیق نکنید. این حدیث هست که حضرت آمده اند در یک جایی زمینی، حالا یک جای مزبلدانی از یک قومی، از یک گروهی، فبال قائما. این حدیث هست، اما نه به عنوان سنت، نه به عنوان این که شما هم، به عنوان یک عمل جائز. علما در ذیل این حدیث صحبت هایی دارند که رسول الله صلی الله علیه و سلم این عمل را انجام داده که مردم، کسی که نتوانست بنشیند، در یک جای نشستن نبود برای قضای حاجت، و از این که ادرار و بول بر لباس و بر بدن ایشان اصابت نمی کند، اشکالی نداره که ایستاده ادرار کنند.
این حکم فقهیه. آقایون برای یک منقصه و یک استهزا به اهل سنت نسبت میدهند و میگویند که ببینید شما پیامبر رو مسخره میکنید، میگید پیامبر ایستاده ادرار کرد. خب این مسئله فقهیه، دقیقا همون مثل اون دو نفری که میستن و رسول الله را یا ام المؤمنین را مسخره میکنند که درباره حکم منی مثلا گفته است. کوته بینی و کوته نظری آقایون در این باره واضح و بی علمی باید گفت، بی علمی و بی اطلاعی، و الا در روایت خودشون به کرات همچون حدیثی هست، نه یکی و دوتا، نه یکی و دوتا. حالا ممکنه در اهل سنت یک حدیث پیدا کردن و اینم حکم فقهیه. نزد خودشون در بهار بلواقر مجلسی نگاه کنید شبیه این حدیث چند تا ما داریم. بله، و حدیثی که شما اگر بخوانید خجالت میکشید برای دانش آموز خود تدریس کنید یا بازگو کنید، تا چه رسد که دیگه بخواهید آن را تصدیق کنید یا باور کنید. بله، خیلی خوب. اما نسبت دادن این را، استهزا کردن به ملت افغانستان، ملت با فرهنگ، ملت با دین، ملت قانع، ملت با خدا، با دین، حالا شما میخواهید برادران افغان را اینچنین استهزا و مسخره کنید از طریق این احادیث، بله، که نفهمیده اید، که معنی حدیث را نفهمیده اید. آقا اسحاق از ایران در رابطه با اینکه روز عید مردم به قبرستان می روند، عرض کردیم که این بدعت هست، سنت نیست. قبرستان رفتن در غیر وقت عید همیشه سنت هست، اما اختصاص دادن روز عید و به قبرستان رفتن اشکال داره. شما قبل از آن بروید، دیروز می رفتید، فردا بروید، روز دیگه بروید، دستور است که انسان به قبرستان برود، اما نه سالی یک بار یا دو بار، اون هم روز عید. بله، بسیار خوب. آقا عثمان از ایران، نماز صبح و نماز عید خواب رفته. خیلی خوب، بلند که شدید قضا کنید، اشکال نداره، نماز عید هم میتونید قضا کنید. نماز صبحتون واجبه، دو رکعت قضا میکنید، نماز عیدتون هم چه در خانه چه به مسجد به جماعت نرسیدید قضا میکنید، خود میستید همونطور که جماعت خوندن، دو رکعت، هفت تکبیر در رکعت اول، پنج تکبیر در رکعت دوم بعد از تکبیرت الاحرام، و نماز عیدتون قضا شده است و در اینجا اجر دارید، چون که به عمدن نخوابیدید، به عمدن این نماز از شما فوت نشده، مثل نمازهای بقیه که انسان یا فراموش میکند یا خواب میرود. آملاهی از ایران، در رابطه با قربانی چند قسمت و به که داده میشود؟ سه قسمت کنید، یک قسمت برای خودتون، یک قسمت برای همسایگان و دوستان، و یک قسمت برای فقرا. فقرا، تأکید روی فقرا باشد. این نحوه تقسیم گوشت قربانی است. سلیمان از ایران، در رابطه با نماز جمعه، مثل آقای احمد از فرانکفورت، همونطوری که اول توضیح دادیم برای شما هم همین است. آقا قدیر از افغانستان قطع شدن. بیننده بعدی را بدید. بسیار خوب، اتاق فرمان آماده دارید بینندگان را؟ بله بله، مثل اینکه تماس ها دارن قطع میکنن مرتب، و این مشکلی است که آقایون به وجود آوردن. بعضی وقت ها 10-12 شماره جدید دو مرتبه اعلام میشه برای یک هفته، برای 5 روز دوباره اون رو میزنند، و این اذیت ها باعث بیشتر اهتمام دادن مردم هست. آقای ابوبکر از دماوند بفرمایید. آقای ابوبکر، سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله و سلم مبارک علی عبده و رسوله الامین، سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. و اما بعد، جناب آقای خدمتی، خسته نباشین، عیدتون مبارک. عید شما هم مبارک باشه.
جناب خیلی خدمتی، من با در رابطه با این دیدگاهی که طریق شبکه شما کسب کردم صحبت میکنم. بفرمایید. ایشون میفرمایند که شما حتما باید مذهب داشته باشین، کسی مذهب نداره مرتده. بعد صحابی پیغمبرم تکفیر میکنن، دیدگاهشون در رابطه با نوامی سرداد پیغمبرم کماف سابق مثل دیگرانه. من با پدرم چجوری میتونم باش رفتار بکنم؟ آیا اقداماتی که در قرآن خید شده جایز هست یا نه؟ داریم. متشکرم، ممنونم. چشم. حسین از ایران. آقا حسین بفرمایید. سلام علیکم. سلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج. حالا درست شد. آقای خدمتی، دیروز شما ادعای مسلمانی میکردید، هی مکه و کربلا میکردید. خب سوال بنده اینه که چگونه مکه خانه خدا برای شما اهمیت دارد در حالی که منجی خانه خدا را که بت شکن آن بودند بی ایمان میدانید و فرموده هایش را اطاعت نمی کنید و سران شما با گفتن ان الرجل لیهجر صاحب خلافت می شوند و وصی بر حق پیامبر و آیه شریفه تطهیر 55 مائده و 3 مائده را نادیده می گیرند. وقتی شما انتقاد از خدا و پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم و کتاب آسمانیش را جایز می دانید، چگونه باز هم ادعای مسلمانی بودن را می کنید؟ جناب آقای خدمتی، شیعه هیچ گونه برادری با شما نخواهد داشت. هر موقع روایات توهین آمیز بخاری و مسلم را به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و همسران مبارکش را حذف کردید، آن وقت برادریتان را ثابت کرده اید. با تشکر، خداحافظ. بینده بعدی رو بدید. قدیر از افغانستان بفرمایید. قدیر، سلام و رحمت الله. خواستم برای شما عید تبریک بگم و سلام به شما به تمام مسلمانان دنیا عید تبریک بگم. همچنین یه برادر الان زنگ زد، میخواد من از فرانکفورت بوده اشتباه نکنم، گفت که آقای قزوینی گفته که مثلا مردم عراق، من که خودم عراقی هستم، الان تلویزیون شما هستم ایستاده بول میکنم. من خواستم بگم که مثلا حدوداً بدوازمه سال به ایران ما بیمتگی کردیم و من دیدم که آدم هایی سندین بالا استاده بول میکنن تو خیابون، تو رفتار، به هر جا هستن. اینا باید که اول خود خود اطلاقه هستن که بیان به مردم یا کسی یا کسی سری یا سریف یا قضیه پیدا کردن اینا رو تذکر کنن. به خصوص این دوست ما احمد آقا گفتن که به مردم ایران چیز کرده من هر که مستقیم مواظب بوده نخواستم کاملا بدم این چیز اشتباه بگه دوستان بکر بود که اینو مطرح نمی کرد تا یکی چیز بگه اون آقا شام که بوده نخواستم موقع نمی بده. موفق باشید. خدا حافظ. شما بیننده بعدی رو بدید. آقا محمد از ایران بفرمایید. آقا محمد. سلام. سلام و رحمت الله. افتان باشید. ممنون. این برادری که الان تماس گرفت گفت به ازواج پیامبر تهمت نکنی، بشه بگی که در ایران هر روزه به همسران پیامبر توهین میشه. اینا من نمیدونم چه عرض به حضورتون عقیده ای دارن، خودشون دارن به پیامبر حضرت عایشه توهین میکنن، عقل سمون که توهین نمیکنه و اینا باید حرف دهنشون را بدونن. با تشکر. موفق باشید. بیننده بعدی رو بدید. مجید از آلمان بفرمایید. مجید. مجید بفرمایید. الو. بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. شب من یک سوال دارم، بعد چند تا انتقاد دارم خدمت. بفرمایید. در کجای قرآن آمده که ما باید چند رکعت نماز بخونیم؟ این لطف کنین جواب بدین. بعد ما چند بار زنگ زدیم آقا ما رو پشت خط نگه داشتن و گذاشتن این شعری که عمر عمر است بر منکرش نعلت، کسی میگه عمر نیست.
ولی 10 دقیقه 15 دقیقه 20 دقیقه هر بار رو خط گذاشتم بعد قطع کردن آخر. این انتقاد اول. انتقاد دوم، من از برادرای که زنگ میزنن خواهش میکنم ادب رو رعایت کنن. ما مسلمانیم، چی شیعه چی سنی، در دین ما ادب باید در مقام اول است، خصوصا برادرایی که از دین آگاهی ندارن، سوالای بیهوده بی جایی میکنن، نباید زنگ بزنن. دیگه عرضی ندارم، خداحافظ شما. خداحافظ شما. بیننده بعدی رو بدید. آقای سبا از ایران. آقای سبا بفرمایید. بفرمایید آقای سبا. سلام و رحمت الله. من مصطفی هستم. مصطفی بفرمایید. آقای مصطفی خودش میگه گفته مصطفی. حالا این تو از اتاق فرمان شنیدن که شما گفتید سبا. بفرمایید آقای مصطفی. آقای مصطفی بفرمایید. آقا مجتبی. آقا مجتبی اتاق فرمان به من میگن که شما پشت خطید. خب تلف نکنید. بعدی رو بدید. عبدالمنان از ایران بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. این عید قربان رو به شما تبریک میگم. من یکی از پناهندگان افغانی در یزد هستم، مقیم یزد هستم. میخواستم بپرسم اگه قربانی رو دست قصبا به شیعه بدی قربانی کنه مشکلی داره یا نه؟ یک رو منم متاسفانه امسال ما رو نذاشتن نماز عید قربان بخونیم. از اموزه که یه دیگه هم شدیم که مورد اعانت و ممکن اطولتی قرار گرفته. و از اموزیت یه دعایی هم بکنه که دیه ما از این پناهنده بودن در این کشورهایی که مورد اعانت و توهین قرار میگیریم انشاءالله به کشور خودمون برگردیم. انشاءالله. خدا حافظ شما. نگه دارید داخل فرمان. اگر که آمده ابوبکر از سوئد آخرین باشه که ما جواب بدیم. ابوبکر بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. عیدتون مبارک باشه. های خدمتی همچنین شما برادر محترم. عید مبارک سه عیدتون با به همه مسلمانان دنیا تبریک نمایم. همچنین شما. سوال داشتم. من به تو خونه تونستم با خانمم جماعتی ترتر انجام بدم. آیا این دلیل بر این میشه حتما حتما باید به مسجد برید یا شما درسته که با خانواده جماعتی نماز منظورتون نمازهای پنج وقت هست یا نماز جمعه یا عیدین؟ منظورم همون نماز عید هست و نماز جمعه هم همین سوالو داشتم. آیا میتونم یا نمیتونم؟ در سوئد شما جایی برای نماز خوندن ندارید؟ مرکز اسلامی در نماز جمعه یا عیده؟ خیلی زیادن ولی بعضی موقع دیگه دوست دارم با خانواده هم وگرنه الحمدلله تو سوئد مسجد ها خیلی زیادن. البته اگر مسجد هم نباشه تو هر شهری که مسلمان ها جمع شدن یک خونه برای نماز جماعت نماز خوندن دیگه کرایه گرفتن. چشم، توضیح خواهم داد انشاءالله. حتما. خب نگه دارید که ما زیاد شد. بسیار خوب. ابوبکر از دماوند که فرمودند نظر والدین محترم ایشون اینه که هر کس مذهب ندارد مرتد هست. نه نه نحوه برخورد ایشون با والدین محترم چگونه باشه؟ خدا میفرماید و ان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. اگر که تو را وادار کردن به اینکه به من شرک بورزی ازشون اطاعت نکن، ولی دوستی خوبی باش برای اینها. دوستی خوب بودن وظیفه هر فرزندی است، چه والدین مسلمان باشند و چه غیر مسلمان. اما در اینجا اینه که اطاعت والدین غیر مسلمان در امور غیر شرعی واجب نیست، اما اطاعت والدین
اطاعت مباح تا زمانی که درش معصیتی نباشد بر همه واجب است، بر همه واجب است، حالا چه این والدین مسلمان باشند و چه غیر مسلمان باشند. تا زمانی که در دستور این دو والدین یعنی پدر و مادر محترم شما معصیتی نباشد اطاعت واجب است. وقتی معصیت شد دیگه چه والدین مسلمان باشند و چه غیر مسلمان اطاعتشون واجب نیست. اما نحوه برخورد شما با در نظر گرفتن آیاتی که در قرآن آمده چگونه است؟ همینطور با مدارا، با خوبی، با احترام، برخورد خیلی خوب، اخلاق خیلی پسندیده و روش یک محاوره و یک گفتگوی دوستانه با ایشون داشته باشید، یعنی با لبخند، با اخلاق خوب. بالاخره شما پسر ایشون هستید، اگرچه 100% حرف شما و رفتار شما آنها را عوض نکند، اما 10%، 20% در آنها تأثیر می‌گذارد. پس باز هم توصیه می‌شود که با والدین خود خوش برخورد باشید، برخورد خوبی داشته باشید. ولو که ایشون به شما بگن شما که مذهب ندارید مرتدید، حالا منظورش ممکنه این باشه که شما ممکنه مذهب شیعه ندارید، شما بگید بهش که صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم مذهب نداشت، فکر جواب شما خوب بوده و انسان تابع قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. خود صاحبان مذهب که مذهب براشون باقی مونده که زیاد بودن، اما حالا 4 مثلا از اهل علمای اهل سنت باقی مونده مذاهبشون، بقیه ممکنه منقرض شده به یک نحوه طرفدار نداشتن، معلوست این 4 صاحبان این مذهب، این 4 رهبر هم همینو میگن، میگن که شما حدیث صحیح را معیار قرار بدهید برای صحت و عدم صحت یک حکم شرعی، این وظیفه شماست. خدا به شما توفیق بده و به والدینت شما هم هدایت نصیب فرماید. آه حسین از ایران فرمودند که دیروز ما مسئله کربلا را گفتیم و کعبه را گفتیم و شما که ایمان به منجی بشریت ندارید چرا میخواهید بگید که شیعه ها بیان روش شما را قبول کنند؟ این منجی منظورتون کیه؟ حضرت علی است؟ اگر حضرت علی است که ایشون منجی بشریت نیستن، منجی بشریت الله و خالق علی است و هرگز شما مسلمانی را نمی بینید که در ساحت مقدس رسول الله صلی الله علیه وسلم و آل بیتش بی ادبی و کجدهنی کند، نمی بینید. شما می خواهید که دیگران را دشمن آل بیت قرار دهید، نمی توانید. ولی که نمیشه شما به روز بگید شب و به شب بگید روز، چیزی که به اهل سنت نمی چسبه. اهل سنت قاطبتن محب خدا و محب رسول خدا و محب آل بیت رسول خدا و محب صحابه رسول خدا و محب زوجات امهات مؤمنین هستند و به آنها احترام میگذارند. شما یه طرف قضیه دارید، شما ادعا میکنید که محب خدا و رسول خدایید و چند تن از فرزندان حضرت علی، چند تن که عرض کردم اینه که شما 12 میدونید، بقیه رو هیچ. پس تو دایره محبت نزد اهل سنت و جماعت به مراتب بیشتر و وسیع‌تر از اون چیزی که شما ادعا دارید. شما این حرف رو به ما نزنید، برای که نمیشه شما ادعای چیزی میکنید که 1% آن هم ندارید و بعد به کسی میگویید که هرگز نسبت به آل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم و خانواده و یارانش کوچکترین جسارتی صادر نشده و نشنیدید. شما یک سنی بیارید که از زوجات طاهرات و امهات مؤمنین بد بگوید، یک سنی را حاضر کنید که از آل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بد بگوید. پس به مراتب این 1.5 میلیارد مسلمان از شما که ادعای محبت میکنید دایره محبت اونها نسبت به خدا و رسولش وسیع تر هست. این در وهله اول. دو، اشاره فرمودید که تا زمانی که
شما نیایید این احادیث بخاری و مسلم را ازش بیرون نیاورید و اینها شیعه با شما یک اصطلاحی به کار بردید، حالا من نمیدونم نوشتم یا نه، برادر نخواهد شد. یا خب ما هم نخواستیم که کسی که با خدا و رسول خدا دعوا داره، کسی که به امهات مؤمنین توهین میکنه، کسی که به صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم جسارت میکنه بیاد برادر ما باشه. ما نخواستیم، نه اینکه، ولی عقلای شیعه مانند شما فکر نمیکنن جناب آقا حسین. عقلای شیعه، شما تصور فرمایید در همین دو سال گذشته، همین یک سال نیم دو سال گذشته، چند درصد به موحدین و به قافله موحدین افزوده شدند. خرافات و بدعت و چیزایی که شما در ذهنتون هست مثل شما بودن، ایدهشون مثل شما بوده، برگشتن. آماری دادن بیش از 7%، بیش از 7% در یک جمعیت عظیم چیز چشم پوشی و زیادی است. خب نتیجه تحقیقه. من امیدوارم که شما و بقیه کسانی که همچون افکاری دارند بدون اینکه دیدی اضافی عرض کنند از دو دیدی که خدا بهشون داده، که آن را دید تعصب بهش میگن، و این دید خدا دادگی را کنار بگذارند، با آن دیدی که میرن قرض میکنند در نسبت به جهان اسلام و نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم و یارانش و زوجات طاهراتش امهات مؤمنین، بدون این دید تعصب به آنها بنگرید، به تاریخ و به واقعیت بنگرید، و بهتر از همه این که شما قرآن بخوانید. قرآن بخوانید، کاری به صحیح بخاری یا حدیث نداشته باشید. ببینید این به شما چی میگوید، هر چی که این به شما گفت عمل کنید. لااقل بیش از 5 آیه، بیش از 5 آیه، حالا اگر که ما بخوایم بیش از 15 الی 20 آیه هست، بیش از 5 آیه خاص اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم و امهات مؤمنین هست. بدون توجه کنید. بله. آقا مجید از آلمان، در کجای قرآن آمده که چند رکعت نماز بخوانیم؟ فرمایش ایشون صحیح بود، مؤدب بودند و تقاضا کردند که دیگران هم مؤدب باشند. آقا مجید میخوان بگن که لسان حال ایشون، البته که ایشون میفرمایند که در کجای قرآن نوشته شده که چند رکعت نماز واجب هست، شما که میگید امامت حضرت علی را بیاورید در قرآن، مثل نمازه که رکعاتش مشخص نشده، امام علی هم اسمش در قرآن نیومده. آقا مجید اگر که فقه شیعه را بلد باشند میدانند که قیاس نزد شیعه باطل است و انسانی که قیاس میگیرد مذموم است. این یک مسئله، یعنی در فقه شیعه قیاس نیست. شما این را بپرسید آقا مجید. بعد قیاس امامت که اصلی از اصول دین است با رکعات نماز که فرعی از فروع دین است، بهش میگن در علم اصول قیاس مع الفارق. در نتیجه این سوال و نحوه و شیوه این سوال صحیح نیست. امامت اصلی است از اصول دین. شما بله، اگر که مسئله قیاس را کنار بگذارید، بگید حالا یا قیاس در مذهب شیعه درست هست یا درست نیست، ما میخواییم اینجا از قیاس استفاده کنیم. میگید بله، شما که میگید اسم حضرت علی به عنوان که اصلی از اصول دین هست در قرآن نیست، شما بگویید که اسم الله در قرآن کجا ذکر شده، اسم محمد صلی الله علیه و سلم در قرآن کجا ذکر شده، اسم آخرت و قیامت که اینها اصل هستند به عنوان اصول دین در قرآن کجا ذکر شده، تو ما جواب بدیم، بهتون بگیم 10 آیه برای هر کدوم اومده. این درست است، قیاس این با اینها درسته، نه قیاس امامت علی با رکعات نماز. این درجه اول. دو، در درجه دوم سلمنا جدلا، یعنی قبول کردیم، همه چی از شما قبول میکنیم. اگر شما میخواید باز هم یکم پایین تر بیایید، قیاس امامت حضرت علی را با اصل
نماز باید بگیرید. دید کجا در نماز، کجا در قرآن دستور به نماز داده شده یا درباره نماز آیه آمده که ما هم آیه امامت حضرت علی را برای شما بیاوریم. این در درجه دوم هست که ما بگیم آقا نزدیک به 100 آیه در قرآن درباره نماز هست. آیه های متکرر و متشابه لفظی آن مثل اقیم الصلاة و آت الزکا، یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات. اینجا درسته. من نمیخوام صیغه سوال شما را یا شیوه و روش سوال شما را تصحیح کنم. این درسته. پس رکعات نماز در قرآن اگر نیامده ولی اصل قرآن آمده است. ضمن این که مواقیت آن نیز ذکر شده است. بسیار خوب. بعد فرمودید که پشت خط زیاد میمانید، نه تنها شمای جناب آقای مجید. بعد میگید که یک آهنگی پخش میشه یا یک سرودی پخش میشه به نام عمر، عمر است از صدای مرحوم، الان دیگه عوض کردن. بله اتاق فرمان به ما میگن که خیلی وقت دیگه این نیست، زمانی که بود هم صدای مرحوم توحیدی بود، مولانا توحیدی بود، ایشون شهید شدن، خدا بیامرزاتش، شهیدش کردن البته. و شما که پشت خط میمانید، شما یکی از هزار نفرید که پشت خط میمانند. روش اینطوریست. همین الان بنده که دارم عرض میکنم چقدر پشت خط موندن؟ شما دو مرتبه هم اگر زنگ بزنید ممکنه یه وقت میشه که دو روز سه روز نوبت گیرتون نمیاد، ولی یک بار زنگ میزنید بعد از 10 دقیقه دو مرتبه نوبتتون میشه. کسی که تو اتاق فرمان تلفن رو میگیره دست میذاره رو تلفن، شما باشید یا کسی که 2 ساعت قبل پشت خط زنگ میزنه، نه شماره تون رو میدونه که انتخاب کنه، نه هم زمینی که شماره ها ظاهر میشه، ولی کسی انتخاب نمیکنه این حالا جوابش نمیدیم این جواب میدیم. پس بنابراین پشت خط ماندنتون عمدی نبوده جناب آقای مجید. از اون طرف هم قبلا از ما گله کردن که شما که ادعای دین میکنید چرا موسیقی پخش میکنید؟ لحظاتی که ما پشت خط موندیم لااقل موسیقی پخش نکنید. حالا ممکنه این گذاشتن، بعضن سرودی میگذارن، بعضن آیه قرآنی میگذارن براتون. اگر که به گوشتون خوش نمیاد میتونید کنار بگیرید گوشی یا اصلا ببندید. بله بله. بعض وقت میشه که این آهنگی که شما میشنوید آهنگی نیست که ما این را انتخاب کرده باشیم. شما تلفن ها میخرید 10-20 شماره، بعد زمانی که این را روی هولد یا روی انتظار میگذارید یک موسیقی خودش براتون، خود شرکت، حالا شرکت بریتانیه، فرانسویه، آلمانیه، خودش، خود دستگاه این موسیقی را به طور خودکار به گوش شما میرساند، نه از عمل بچه های اتاق فرمانه. آقا عبدالمنان بله فرمودن پناهندگان افغان هستند در یزد و قربانی بهش، حالا من اینجا را قربانی به شیعه دادن گفته اید جایز است یا شیعه قربانی بکند جایز است؟ ببینید کسی که ایمان به خدا و رسول خدا دارد ذبح او حلال است، این در رابطه با ذبح. و کسی که ایمان به خدا و رسول خدا دارد وظیفه ماست بهش کمک کنیم اگر فقیره، به خصوص کسی که شما انتظار دارید، توقع دارید با این کمکتون، با این همکاریتون دلش به طرف اسلام و به طرف توحید و یکتاپرستی بیشتر باشد، بیشتر به این طرف بیاید، میل قلبی ایشون به طرف توحید بیشتر باشد با این عمل مشوق شما که داره تشویقش میکنه برای توحید و ترک شرک و قبر پرستی و بت پرستی. اما اگر کسانی بودند که با اسلام با شما می جنگند و اهل محاربه هستند، مبارزه با توحید و یکتاپرستی هستند، دیگه نه، نه شما ذبحشون رو میخورید و نه هم بهشون کمک میکنید. بله ان الذين كفروا وظلموا، هم کفر هم ظلم، هر دو صفت در هر کس جمع شد دیگه خیلی بده. بعد فرمودید که متاسفانه ما اجازه نماز هم تو این عید به ما ندادند، نه تنها شما، به اهل سنت در تهران اجازه ندادن، به اهل سنت در شهرهای بزرگ اجازه ندادن، بعد مجبورن توی نمازخونه نماز بخوانند. حالا بیش از ممکنه 10-20 جا در تهران در خانه ها جمع میشن برای نماز عید و
نماز جمعه تا آخر. اینجا تأسف هست و شما هر زمان با هم جمع شدید 10 نفر یا بیشتر نماز جمعه و جماعت بخوانید و نماز عید در خانه هر کدوم از دوستانتون، و این را شما بیاد مسلمانان صدر اسلام میندازه. عجیبه که بعد از 33 سال ادعای اسلام هنوز ما داریم کسانی که در خانه نماز میخوانند، ترس این که بیان بیرون نماز بخوانند دستگیر بشوند یا مزاحمت براشون ایجاد بشه. خیلی عجیبه. کجاست اون عدالت علوی؟ ادعاست، فقط ادعاست. شما در یزد یا در تبریز یا در تهران یا در اصفهان ببینید که اهل سنت برای خودشون نماز خونه دارند. مسیحی ها اشکالی نداره، مثلا در تهران چند تا کلیساست، حتی برای اونهایی که دو فرقه هستن، مسیحی های ارتدوکس مثلا یا مسیحی های دیگه. خب ایده مسیحی ها هم دوتاست، پروتستان داریم ارتدوکس داریم، ممکنه اینها هر دو هم در ایران باشن ولی دو کلیسا داشته باشن، اجازه دارن هر کدوم برای خود کلیسایی بسازد، ولی برای اهل سنت خیر. خیلی عجیبه. این دیگه برای همه واضح و روشن شده و اونها هم اجازه نخواهند داد. آقای نوریزاد یک عبارت جالبی فرمودند که آقای محمد نوریزاد فرمودند میدونید برای چه شما به اهل سنت اجازه نمیدید که در تهران مسجد داشته باشند؟ برای اینکه شما میترسید اقامه نماز جمعه و شعائر نماز جمعه و عید این اونها به مراتب باشکوه‌تر از شعائر نماز جمعه شما باشد، از این ترس دارید. بله، بعد بروید مثلا ببینید در مساجد اهل سنت بوی عطر و بوی گل و بوی خوش میاد، بعد بروید مسجد بغلی ببینید بوی پا و بوی جوراب میاد. خب تأثیر میذاره روی جماعت و روی کسی که میاد. بله. اونایی که برای اولین بار مشرف میشن به حرمین شریفین، برای اولین بار سنی دارن میبینن با این جمعیت، درباره سنی چیزای منفی شنیده بودن، بعد میبینن که چقدر مساجد تمیزه، چقدر حرمین بوی عطر و بوی گل میاد، چقدر اینا نماز میخونن، چقدر صداشون خوبه. لذا بعد وقتی برگشتن به قول های دانشمند میگن آقا مسلمون میخوای اونا، قرآن میخوای اونا، دیگه میدونه که سنی کیه و عبادتش چیه. بسیار خوب. آقا ابوبکر از سوئد، سوال این بود که در خانه با خانم محترمشون نماز میخونن، جایز هست اما به عنوان یک عادت و همیشگی نباشد. شما اگر مسجد در سوئد هست و به شما اجازه میدن که میدن نماز بخونید، در مساجد شرکت کنید، خود و خانم و بچه هم به مسجد ببرید. اما اگر مسجد از شما دور باشد اشکال نداره که خود و خانم محترم و بچه ها با پیش نمازی و امامت خود حضرت عالی آقا ابوبکر در سوئد و در خانه خودتون نماز بخونید. این نماز جماعت هست، اجر جماعت برای شما نوشته می شود و کار خوبی دارید انجام میدید. اما دقت کنید در روز جمعه لااقل در مسجد شرکت کنید یا در روز عید در مسجد شرکت کنید. ضمن این که عرض کردم اگر توانایی رفتن به مسجد یا دور باشد یا نباشد در اونجا، شما می توانید با خانواده یا حتی چند تا خانواده همسایه در یک جا جمع بشید و نماز جمعه و عیدین اقامه کنید. خیلی خوب، بیننده بعدی را بدید. خواهرمون سیمین از پیشاور، بفرمایید خواهر. سلام علیکم. سلام و رحمت الله. من سوال میخواستم بپرسم که آیا قربانی سنت است و یا واجب، و آیا در حامل زن شوهر و یا فرزندان میتواند جدا شده قربانی کنند است؟ و سوال دیگه ما این است که ما بیشتری از مردم شنیدیم که قربانی باید در مراسم عرش شروع شود و بعد آیا این است؟ سوال سوم من نگرفتم، سوال سوم چی بود؟ سوال سوم این بود که ما از بسیاری مردم شنیدیم که قربانی باید اجرا شود. چشم. یکی از مرمه عجز قربانی های ایسایی جواب خواهم. احمد از لندن، بفرمایید. آقا احمد
آقا احمد بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله. استاد گرامی یک سوال داشتم. امی خانم مسلمان شده، فامیلشان که هست مسلمان نیست، امی میتونن که مثلا در روز که کریسمس دارن با اینا مثلا کارت بفرستن یا از اونا کارت قبول کنن یا نه؟ چشم. تشکر خدا. بیادی بعدی. آقا عبدالله از آلمان بفرمایید. آقا عبدالله سلام استاد. سلام و رحمت الله. خسته نباشین و عیدتون هم مبارک. عید شما هم مبارک باشه. خواستم یه چند تا سوالی دارم مطرح کنم. بفرمایید. دو تا سوال اولم مربوط میشه از طرف خواهران که ایشون هم به حمدالله چند هفته هست که به موحدین پیوستن، دانشجوان، و از من سوال کردن که یعنی خواستن که از شما بپرسن که با توجه به اینکه ایشون هر هفته میرن به شهر دانشگاهشون و برمیگردن آخر هفته، میخواستم بدونم که وضعیت نمازهای شکست نمازشون رو باید شکست بخونن یا نه، یا روزه باید میتونن بگیرن یا نه، چون مراجع شیعه چیزای مختلفی بهشون گفته بودن که گفته 10 روز اونجا باید بمونی، بعد از اون بعد دیگه مقیم. یاد میخواستم بدونم که نظر شما چی میدونم فقیقت که چطور میشه، چون هر هفته میرن و میرن، پنجشنبه جمعه برمیگردن خونه، دوباره شنبه میرن سر شهر دانشگاهشون. سوال دوم این که تصمیم گرفتن که نمازشون هم الحمدلله 5 وقت بخونن، گفتن که نماز عصر رو همیشه تقریبا اون موقع کلاس دارن و قضا خواهد شد اگر بخواد یا هم بدید بیشتر راجب این که نماز 5 وقت اشکالی داره 3 وقت خونده بشه یا حداقل نماز ظهر است، به توجه به اینکه ایشون دانشجو هستن جمع بسته بشه. و همینا متشکرم. موفق باشید. بعدی بعدی رو بدید. نور احمد از ایران بفرمایید. نور احمد السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بر شما مبارک. همچنین بر شما مبارک باد. من چند تا سوال دارم. بفرمایید. از مفکرین بفرمایید. آقا احمد دوست که آیا در اسلام در اهل سنت میکایی جایز است یا نه؟ چی جایز است؟ میکایی یعنی مثل گردن بند هست؟ زنجیری که؟ گردن بند یهودی اکثر میکنه. حال دوم در بارده امامه بوده، آیا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم امامه میکوشید و سر میکرد یا نه، یا چند متر بود؟ حال سوم درباره بود، آیا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ریش داشت یا نه، یا قبضه بود یا نه بود؟ اگر هست، اگر این چیزا بود که در اسلام نیست، چرا مثلا شما این کسان را میارید در شبکه که مردم شما مثلا این کسان را میارید و لکو میشود برای مردم؟ آیا خوب هست اینا رو میاری در شبکه حرف یا سخن شما؟ چشم، توضیح میدم. بله، بیننده در این قسمت آخری باشد. مالکی از سیرجان بفرمایید. آقای مالکی سلام علیکم. سلام و رحمت الله. حسنه باشید استاد بزرگوار. ممنون. ممنون، متشکرم. مثلا عید قربان شما تبریک بگم و همه مسلمانان جهان. همچنین برای شما مبارک باد. در مورد این برادر افغانی که بهتون زنگ زد که در نماز جمعه ما را نمیدن. بله. را ما را یاد میگیرن. بله. کسی نیست که به اینا ایراد بگیره. نماز جمعه برای همه هست و الان ما این سیرجان که بودیم نماز عید امروز رفتیم. سنی بود، شیعه بود، همه با هم نماز میخوندن. هیچ که کاری نداشت که کسی بیاد یا نیاد. شما در سیرجان مسجد دارید در اجازه دادن به شما؟ من برادر سیرجان نه نداریم مسجد. آها. ولی در نماز عید ما امروز رفتیم، راحت بودیم، هیچ مشکلی نداشتیم. یعنی منظورتون اینه که ما در عیدگاه برادران تشیع شرکت کردید و شیعه و سنی با هم نماز خوندید؟ بله 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 بله.
بعد این برادر افغانی که میگه عذیت به ما را ندادن و ما را کار نکردن، اینا دروغ میگن آقای عزیز. حالا نتوان گفت دروغ میگن برادر محترم، برای اینکه اینا ممکنه تقاضا کردن که یک نمازخانه یک مسجد برای خود اهل سنت باشد و اجازه ندادن. منظور ایشون این بود برادر. بله برای اون، ولی گفت که ما امروز رفتیم برای نماز عید. نه فرمودن که نتوانستیم نماز عید بخوانین. منظورشون این بود که اهل سنت جداگانه اجازه نمیدن نماز بخوانن. منظور ایشون این بود برادر. بله بله ممنونم از برنامه خوبتون. خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. بفرمایید. مهران از یزد بفرمایید. آ مهران. الو سلام علیکم. سلام و رحمت الله. عذر میخوام از یزد نبودش، همون ایران بنویسین خیلی بهتره. از ایران بفرمایید. سلام دارم خدمت شما استاد گرامی و همچنین تمام دستندگان این شبکه مبارک و تمامی بینندگان و موحدان عزیز و همچنین تمامی شیعیان عزیزی که برادران منی که در حال تحقیق هستن و بدون غرض و تعصب دارن این شبکه رو نگاه میکنن و تحقیق میکنن تا به حمدالله به نتیجه خوبی برسن. من این عید رو به شما و همه این عزیزان تبریک عرض میکنم و امیدوارم که همواره موفق باشید، همواره در این راه مبارک محکم و مستحکم باشید و کسانی که واقعا طی این 33 سالی که در ایران به یک طرفه و رسانه یک سو همه را به سمتی بردن که واقعا چیزی جز این که جیب‌های کسانی پر شود که به نام دین، به نام خدا، به نام علی، به نام ائمه و به نام اینها تبلیغ کردن و صحبت کردن و حرف ها زدن پای منبر یک طرف یک سویی که داشتن و امروز ما به حمدالله شاهد این هستیم که این شبکه و این عزیزان و شماها و تمام کسانی که در این راه دارن تلاش میکنن به این سمت و سو داریم میریم که واقعا اینها یک شکست بزرگی رو دارن متحمل میشوند و این خیلی خوشحال کننده، خیلی مایه افتخار و سرور ما هستش. من خواستم جواب این دوست عزیزمون رو بدم، آقا حسین از ایران که تماس گرفته بودن، گفتن که شما همواره دارین حرف از مکه میزنید، مکه و حرف از کربلا میزنید و این دورا با هم به هر حال حرفایی که زدن ایشون، من خواستم این جواب رو به ایشون بدم که انتظار غیر از این دارین آقا حسین که واقعا ما این حرف رو نزنیم؟ انتظار غیر از این دارین که همواره در تمام سال شما تبلیغاتی برای کربلا، تبلیغاتی برای قبور، تبلیغاتی برای قبرها و زیارتگاه ها و این چیزهایی میکنند که چیزی که حتی آید خود شما و ملت ایران هم نخواهد شد جز این که جیب های خودشان پر شود، جز این که شما را به گمراهی بیشتر ببرند. حتی از روز عید قربان هم نمیگذرند اینها، حتی از این روز مبارک هم نمیگذرند و باز هم ترس از این که روز عید قربان مردم شاهد کعبه، شاهد شعارهای موحدانهی که گفته میشه و سر داده میشه اینها را نشنوند، ذهنها را دوباره به سمت کربلا، ذهنها را دوباره به سمت قبور، ذهنها را به سمتی ببرند که خودشان میخواهند که نکند شاید این درآمدشان کم شود، نکند شاید واقعا مردم به این سمت دارن. حتی از این روز هم نمیگذرن. واقعا جای تأسف دارد، واقعا جای تأسف دارد که این عید به این مبارکی رو حتی ازش نمیگذرن. چرا در عیدی که شما دارید، عید شما نه عید ما، عید نوروزی که دم ازش میزنید، عیدی که برای زرتشت بوده، عیدی که برای آتش پرستان بوده، حتی از این هم نمیگذرید. حتی عذر میخوام، حتی این روز رو براتون مهم نیستش. تبلیغ از کربلا، حرفی از کربلا، حرفی از اینها نمیشود. در این روزها حرف از کربلا چرا نمیزنن؟ در این روزها چرا حرفی از این چیزهایی که امروزه دارن تبلیغ میکنن نمیزنن؟ چون مهم نیستش، چون چیزی نیستش این نوروز، چون همون چیزی که خودشان میخوان. ولی روزی که عید مسلمین و مسلمانان است، چون روز عید قربان و روز عید فطر، تصاویری از کربلا، تصاویری از قبور، تصاویری از دعاهایی که واقعا شرکامیز و کفرامیز از هموار سر داده میشه و گفته میشه،
من نمیدونم واقعا چی بگم. من نمیدونم این دوستمون چطور یک طرفه قضاوت میکنن، چطور یک طرفه حرف میزنن، چطور گفته میشن که ما برادر باشیم، یا نمیدونم ما شما رو برادر حساب نمیکنیم. هیچگاه ما به شما برادر نخواهیم بود. البته من روی حرفم به شیعیان عزیز نیستش، به شمایی هستش که دارین راه برای روش ابن سبا رو دارین ادامه میدهید. به شما میگم که راه روش کسانی رو ادامه میدهین که جیب این مردم مظلوم ایران رو دارن خالی میکنن به نام دین. من فقط میتونم دوباره این عید رو بهتون تبریک میگم. امیدوارم که واقعا بینندگان این عید رو حداقل در این عیدی خورده بدون غرض واقعا این دین رو تحقیق کنن، بدون غرض نگاه کنن، که امید است که همه به راه راست درش. ممنون آقا مهران، ممنون. خدا به شما توفیق بده. بیننده طولانی شد، نگه دارید، نگه دارید تا ما اینو جواب بدیم دیگه. خیر، خواهرمون سیمین از پیشاور در رابطه با حکم قرآنی پرسیدن که سنت هست یا واجب. خلافی است بین اهل علم. جمهور علم برانند که قربانی کردن سنت هست. سادات احناف برانند که واجب هست. اما قول صحیح بین این دو این است: کسی که توانایی قربانی کردن دارد واجب است قربانی کند، کسی که توانایی ندارد واجب نیست برو. یعنی کسی که از لحاظ مادی وضعیتی دارد که بتواند قربانی کند واجب است قربانی کند. و بنده توصیه میکنم این را احیا کنید. اگرچه هم سنت باشد، سنت مؤکد هست و در حق ثروتمندان واجب. بله. بعد فرمودید که زن و شوهر قربانی کنند. اگر که شوهر قربانی کرد با برای زن و فرزندان کافی است، یعنی یک نفر برای خود و خانواده و فرزندانش کافی است. این یک خانواده چی؟ این که متشکل از دو نفر باشن، یعنی زن و شوهر، چی متشکل از دو نفر زن و شوهر به اضافه 10 فرزند باشه، باز هم با قربانی کردن یک گوسفند کافی است. اما یک گاو یا یک شتر هر کدوم برای 7 خانواده کافی است، نه 7 نفر، برای 7 خانواده. حال این خانواده هم بعضا مثل هم نیستن. یه خانواده فقط 2 نفرن، یه زن و شوهر. یه خانواده 12 نفرن، به اضافه زن و شوهر 10 فرزند هم داره، بازم میشه یک خانواده. بله. بعد فرمودید که بعضا گفتن قربانی باید در مراسم حج باشد. خیر، قربانی کسانی که در اونجا هستن جزو اعمال حج به حساب میاد. کسانی که حج تمتع یا حج قران دارن، این حج سه نوع هست: تمتع، قران و افراد. تمتع اینه که مسبق به عمره میشه، یعنی قبل از اعمال حج عمره انجام میده و از لباس احرام بیرون میاد تا روز حج، روز هشتم میره منا و بعد میره عرفات و بعد مثل امروز دیگه میاد رمی جمره عقبه که به طرف مکه نزدیکتر رمی میکنه و بعد میره طواف میکنه و بعد برمیگرده به منا و ذبح میکند و سر خود را میتراشد و اعمال امروز تقدیم و تأخیرش اشکالی نداره. از بعد میره قربانی میکنه. پس قربانی که شما در حج شنیدید کسی است که حج تمتع یا حج قران، یعنی حج عمره را با هم انجام داده، اونجا قربانی براش واجب هست. اما این قربانی در اینجا، ما که در حج نیستیم، در خانواده خود یا قربانی میکنیم خودمون یا کسی را وکیل میگیریم که برامون قربانی کنند و شاهد این قربانی خواهیم بود، یا این که به جای دیگر میفرستیم به نمایندگی از ما در شهر دیگه قربانی میکنند و هر سه جایز هست. بعد فرمودید که بله تمام شد. آقا احمد از لندن گفتن که خانمشون مسلمان شده. این تبریک میگیم به خانم محترمه شما که مسلمان شده و موحد شده، به معنی دیگه باید بگیم موحد شده. و بعد فرمودید که آیا جایز است برای ایشان که در روز اعیاد غیر مسلمین که شما فرمودید کریسمس
کارت بفرستد و کارت بدهد. در شأن مسلمان نیست که اعیاد غیر مسلمین را به غیر مسلمین تبریک گوید، زیرا که آنها هم نزد آنها اعیاد ما اعتباری ندارد. ها انتم ها اولای تحبونهم ولا يحبونكم و تؤمنون بالكتاب كله. شما اونها را دوست دارید و اونها شما را دوست ندارند. شما ایمان به همه قرآن دارید، اونها یؤمنون به بعض الكتاب و یکفرون به بعض، به قسمتی از قرآن ایمان دارند و به قسمتی از قرآن ایمان ندارند. ولی باید به آنان فهماند که حضرت عیسی خدا نیست، پیامبر خداست و وصف حضرت عیسی و مادر محترمه و بزرگواری ایشان در قرآن چگونه ذکر شده، این شایسته است که شما به دوست مسیحیتون بگویید و اونها را راهنمایی کنید. برای اگر کارتی میفرستید روش این بنویسید، آیات قرآنی بنویسید که در رابطه با ترجمه‌ای که میداند، با ترجمه‌ای که آن زبان یا انگلیسی یا فرانسوی یا روسی هر زبانی که صحبت میکند، شما براشون این کارت بفرستید با ترجمه آیه‌ای از قرآن در رابطه با حضرت عیسی و مادر بزرگوارش. ببینید، دعوت دادید ایشون را به توحید و یکتاپرستی، این کار درستی، همچون کارت هایی بفرستید. بعد فرمودید که بله، بعد آقا عبدالله از آلمان فرمودن در رابطه با اینکه خواهرشون هم به حمدالله موحد شدن. ببینید، کسی که دنبال حقیقته خداوند بهش توفیق میده. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. یک شرطی هم داره، جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. هر چیزی که اسبابی میخواد. شما میده آقا برای سلامتی پزشک میگه این غذا رو بخور، این حرکت رو بکن، این کار انجام بده و این، تا شما این دستورات رو انجام ندهید به اون چیزی که مد نظرتون هست نمیرسید. باید تلاش کنید برای توحید و یکتاپرستی، باید تحقیق کرد، باید فهمید، باید زحمت کشید، کتاب الله رو خوند، کتاب الله رو خوند. و شما که دنبال حقیقتید یقین بدانید خداوند به شما حقیقت نشان میده و شما رو به حقیقت میرساند. پس شما به جمع موحدین تشریف آورده اید، یا خواهر محترمه شما جناب برادرم عبدالله، اولا ما بهشون تبریک میگیم، به شما هم تبریک میگیم و به بقیه موحدین و طلسم شکنان هم تبریک میگیم که روز به روز به جمع این بزرگواران اضافه میشود و این توفیق الله هست. خدا را شاکر باشید، فقط خدا را شاکر باشید. و الا خیلی کسانی هستند که ممکنه بخواهند راه صحیحی پیدا کنند، بلد نیستن چگونه از کجا شروع کنند. شما که فهمیدید و شروع کردید و به نتیجه رسیدید، به شما ما تبریک میگیم و خدا را شاکر باشید. اما در رابطه با سؤال حضرت عالی که خواهر محترمتون در دانشگاه یا شهری که محل درس ایشون هستش و دانشکده در اونجا هستش رفت آمد میکنه، مسافت قصر برای نماز خوندنشون چگونه هست؟ ایشون تا زمانی که مسافر هستند میتوانند، چون که مقیم نیستند، مقیم در شهر دیگر هستند، میتوانند نماز را قصر بخوانند، نماز ظهر را دو رکعت، نماز عصر را دو رکعت با هم بخوانند، چه در وقت اول چه در وقت دوم. بعد فرمودید که بعضا میشه که نماز عصر مصادف میشه با کلاس ایشون، که اگر نماز نخوانند قبل از عصر نمازشون قضا میشه. اشکال نداره در اینجا، حتی برای انسان مقیم که نخواهد نماز قصر بخواند هم اجازه دارد نماز ظهر و عصر را با هم بخواند، در همچون مواقعی، در همچون موردی که نماز عصر کلاس هست، وقت عصر هم کمه، اگر نماز عصر را قبل از این که عصر بشه نخواند ادامه پیدا میکنه تا غروب آفتاب و نماز قضا میشه، در اینجا اجازه هست. اون حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم همین است که حضرت دیده شده، یا از حضرت اینطور روایت هست که جمع رسول الله صلی الله علیه و سلم بین الظهر والعصر من غیر سفر ولا مطر. حضرت نماز ظهر و عصر رو با هم جمع کردن، در یک مورد دیده شده که نه وقت بارندگی بوده و نه هم وقت مسافرت بوده. و این علما میفرمایند در ذیل این حدیث یک نوع رخصتی است برای این که امت او، امت محمد صلی الله علیه و سلم، اگر در همچون حالتی
اتفاق افتاد که برادرمون فرمودند، اشکالی نداره که نماز ظهر و عصر را در وقت ظهر بخوانند دو تا چهار رکعت. این عرض کردن برای کسی که حتی چیه، حتی مقیمه، مسافر که حق داره، مطلقاً انسان مسافر حق داره. اتفاقا اولویت و بهترم این است که قصر کند و جمع کند. حالا در جمعش خلافی است بین جمهور اهل علم و سادات احناف، اما در قصرش اتفاق است و رخصتی است که خداوند به مسافر اجازه داده نماز ظهر و عصر قصر بشود و جمع بشود در وقتی یکی از این دو. پس حرجی در این نیست. ای برادرمون عبدالله، به خواهر محترمتون بفرمایید که اشکالی نداره که شما نماز ظهر را با عصر بخوانید، اگر همچون وقتی پیش آمد که شما نماز عصرتون قضا میشه. اما در اصل باید بدانید که نماز پنج وقت هست. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. در جای دیگه میفرماید اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. طرفي النهار وزلفا من الليل. بله. در جای دیگر میفرماید و قرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهودا. بله. اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهودا. بسیار خوب. آقا نور احمد از ایران فرمودند گردن بندی که جوانها استفاده می کنند چون که درش تقلید غیر مسلمین هست جائز نیست، حتی ولو که این گردن بند از نقره باشد، حتی ولو اینکه از طلا نباشد، تقلید غیر مسلمین هست ولو اینکه شما از یک بند استفاده کنید هم، چون که نهی است که ما مسلمانان خود را به شکل غیر مسلمان درآوریم. حتی در روایتی رسول الله صلی الله علیه و آله همچون افرادی را لعنت فرموده. لعنت یعنی طرد و عرض شود که بیرون رانده شده از رحمت خدا. لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. کسانی که میخوان خود را به شکل زن در میآورند. یا میفرماید در برای کسانی که خود را به شکل اون قوم و اون ملت و اون گروه در بیاورد، میفرماید من تشبه بقوم فهو منهم. کسی که خود را به شکل حالا یا مسیحی یا یهودی یا غیر مسلمین در آورد، از اونهاست، خودش هم اونهاست، بخواهد یا نخواهد. بله بسیار خوب. بعد فرمودید که پیامبر اسلام عمامه میپوشید. بله، از در شمائل حضرت هست که عمامه میپوشیدن و حتی بعضا مسح میکردن بر روی عمامه خود. این چنین عمامه رسول الله صلی الله علیه و سلم که دستار داشته باشد، یعنی یک بر پشت عمامه هم یک حالت بلندی باشد که بعضا حضرت آن را دور گردن خود میپیچید. حضرت با عمامه و با سر برهنه و بعضن با لباس‌های گوناگونی دیده شده، اما معمولاً لباس حضرت همین عمامه بود. بعد فرمودید آیا پیامبر ریش داشت؟ بله، و دستور به ریش گذاشتن هم فرمودند. فرمودند اعف اللحا و قص الشوارب. ریش بگذارید و سبیل کوتاه کنید. کوتاه کنید که لبتون را اقل پیدا بشود. و خود را به شکل اهل کتاب در نیاورید یا به شکل غیر مسلمین در نیاورید، ریش بگذارید و سبیل کوتاه کنید. بعد گفتید که کسانی که در شبکه شما می آورید، آخه این دستور خداست، اگر که دستور خدا برای ریش گذاشتن نبود همه ریش را می تراشیدند، اما در کیفی در مقدار آن خلاف هست که اندازه ریش چقدر باشد، آیه قبضه باشد یا کمتر یا بیشتر یا اصلا نباید به ریش دست زد. در حدیث داریم که عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما که یکی از سرسخت ترین کسانی بود که سنت و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم را مو به مو اجرا می کردن، از این بزرگوار روایت هست که ریش خود را می گرفت، یک قبضه که می شد بعد کوتاه می کرد. بله، در مقدار ریش
اندازه ریش خلاف است، اما اون چیزی که در آن خلاف نیست تراشیدن ریش است که درش در حرمت آن خلافی نیست، در حرام بودن آن خلافی نیست. بله بسیار خوب. برادرمون آمالکی که از بینندگان افغان ما در سیرجان فرمودند که ما در سیرجان رفتیم و نماز عید خوندیم با شیعه و سنی، اون بیننده‌ای که زنگ زن از یزد دروغ میگفتن، عرض کردیم خیر دروغ نمیگفتن و ایشون فرمودند که به ما اجازه نمیدهند که اهل سنت خودمون نماز بخونیم و این دروغ نیست، واقعیت است. در تهران اجازه نمیدن، در شهرهای بزرگ اجازه نمیدن و در جای دیگه در شهرهای بزرگ اجازه نمیدن که اهل سنت مسجد داشته باشند. بله برادرمون آقا مهران صحبت‌های قشنگی کردن، یک کارشناس بودن خودشون در رابطه با اینکه اون آقا حسین در مسائلی که ایراد کردن، یعنی فرمودن رسانه‌ها یک طرفه هستش، مردم به نام خدا به نام علی به طرف دیگر سوق دادند و اینها احساس میکنند که شکست بزرگی خوردند با وجود و پیدایش شبکه‌های توحیدی و بیان این مطالب. بعد خطاب به آقا حسین فرمودند که انتظار غیر از این دارید که شما در طول سال مردم را به قبر پرستی و تبلیغ برای کربلا و اینها، این هم برای منافع شخصی و پر کردن جیب خود، بعضی افراد سودجو که مردم را به قبر پرستی و بت پرستی و بدعت و خرافات دعوت می کنند و بدیهی است برای اینکه مسائل توحیدی نفهمند، حتی در روز توحید یعنی روز عید مثل امروز، روز عید قربان که عید توحید هست، ندای ابراهیمی برای توحید هست، برای یکتا پرستی است، امروز هم برای اینکه مردم یک کمی یه لحظه نیان فکر کنند که اینجا صحبت بر توحید و یکتا پرستی است، فعلم انه لا اله الا الله است، خیر ما قلته انا و النبیون من قبلی لا اله الا الله، و این ذکر روز عرفه است، میان مردم را به جای دیگه میان، آقا دعای عرفه چیز دیگر است، یا اینکه اصلا اسمی از عرفه نباشد یا اسمی از حج و از عید قربان نباشد، مردم را به طرف کربلا و باز هم اونجا سوق بدید که یک لحظه اگر اونجا غافل شدن کار از کار تموم میشه. از ترس این که مردم دست از خرافات و قبر پرستی و بدعت بردارند، این مسائل را کمرنگ جلوه میدهند، حتی در رسانه ها، رسانه های بیش از حالا ممکنه 20 یا 40 تا رسانه، نباید کسی روی مسائل توحیدی زوم کنه، برای اینکه اینجا از دست میدن. شما اگر روی مسائل توحیدی زوم کردید، یک تلنگری میشه برای کسانی که تا به حال روشون به طرف چی بوده، امام رضا و کربلا و مشهد و قم و نمیدونم این قبرها بوده، برگردن به توحید و به قرآن، اونها دیگه کساد میشه. پس نباید گذاشت مردم از خرافات و اینها دور کرد، مردم رو باید به خرافات نزدیک کرد که اون بازاری که دارند رونق داشته باشه. این صحبت خلاصه فرمایشات برادرمون آقا مهران بود، جالب فرمودند و فرمودند هرگز ما با کسانی که راه و روش ابن سبع دارند نمیخواهیم وحدت داشته باشیم تا اینکه شما بگید. بله ما دنبال کسی هستیم که حقیقت جو باشد و دنبال حقیقت و دنبال توحید و یکتاپرستی باشد. خب بیننده دیگه وصل کنید. سیدی از کرج بفرمایید. سیدی سیدی بگوشیم بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. خسته نباشید. ممنون. سلام عرض کردم. و علیکم السلام و رحمت الله. میتونه اینجا سیره نمیذارن تسنی یا نصیب داشته باشی؟ بله. چون اینا میخوان پوش بدن به آمریکا، به انگلیس، به اسرائیل، اینا میخوان پوش بدن به خاطر اون تسنی ها میخوان عبادت کنن، تسنی ها میخوان راه راست برن، به خاطر اون نمیذارن مسجد بروزی. من خودم شیعه هست، من موقع نگم که مثلا بکنون من
فقط اینا خدا شاهد الان من شنیدم ده برجت پیغمبر میخواستن اینا چند میلیون اجاره بردارن یه صندوق بذارن اونجا پول جمع کنن. اینا همه امام ها میفروشن، خودم شیعه هستم دارم میبینم و دروغ هم نمیگم. اینا فقط میخوان از قبل پیغمبر میخواستن اجاره کنن یه چیزی هم بره. اونا گفتم آقا ما قبل نمیفروشیم، فقط صندوق بذارن پول بگیرن. ما اینه خودم شاهدم. حالا خودم امام پول نداره، خودم امام رضا چقدر درآمد داره، از نفت بیشتر درآمد داره. اینا اینه میخوان. بله من دیگه عرض ندارم. سلام میرسونم به خدمتتون، همتون خسته نباشید. میگم موفق باشید آ سیدی. بیننده بعدی رو بدید. امجد یا امجد؟ امجد هست. سلام و رحمت الله. امجد. آقا امجد از ساری بفرمایید. آیا هستم بچه کردستانم کالم. موفق باشید. سلام استاد خسته نباشید. علیکم السلام و رحمت الله. استاد جان من دو تا خواب دیدم، میخوام تعبیرش رو واسم بگی. یه شب خواب دیدم یه لحظه از این محمد اومد بخوابم، تو باید از این کو. بله بفرمایید. پرواز کنی به روی اون کو. من گفتم چجوری برم؟ یا حضرت محمد یه نوری بود، نور سبز و خشن، گفت تو میتونی پرواز کنی. منم پرواز کردم از این کو، رفتم بالای اون یک کو. بعد یه شب دیگه اومد توی خوابم، گفت باید دستتو بده دستم تو ببرم عراق. توی آسمون منو برد داخل عراق، جالتا همه کربلا همه نشونم داد. منو برد تمام مثلا زیارت امامان نشونم داد توی خواب. توی تا دستم و توی دستاش گرفت. حالا هم تعبیر این خواب رو میخوام بسته جا. چشم. جمعه از کردستان عراق. بفرمایید آقا جمعه. سلام علیکم آقا شما. و علیکم السلام و رحمت الله. عید قربان رو بهتون تبریک میگم آقای. همچنین بر شما و بقیه بینندگان. و همچنین عید قربان رو به تمام مسلمانان جهان به خصوص اهل سنت تبریک عرض میکنیم. همچنین بر شما بود. بفرمایید. دو تا سوال داشتم خدمتتون آقای خدمتی. بفرمایید. سوال اول این که درباره مثلا مرگ بود، وقتی یه انسانی میمیره این وجود انسان خودتون میدونید تبدیل به خاک میشه، آیا در قیامت این لاشه انسان، این جسد انسان که با اون لاشه انسان گناهکار شده یا اشتباهی رخ داده، آیا لاشه دیگری در قیامت مثلا خداوند براش تهیه میکنه، یا همین جسد دوباره بهبود پیدا میکنه و عذاب خودش رو میبره یا اجر خودش رو میبره؟ متوجه شدید؟ بله بله بله. سوال دوم این که وقتی انسان میمیره داخل قبرش میذارن، اولین سوال یا اولین واکنش مثلا برای اون مرده چه چیزیه، یا اولین سوال یا اولین حرکتی که از طرف خداوند یا ملائک؟ این هم سوال دوم هم بود. چشم. خیلی ممنون از برنامه خوبتون آقای خدمت. موفق باشید. بیننده بعدی رو بدید. علی از کردستان. بفرمایید علی. الو السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. عید قربان به تمام مسلمین مبارک باد. و بر شما هم. قربان یه سوالی داشتم. بفرمایید. آیا پشت سر امامی که سوگند به پیامبر بخوره و گاگایی هم فوش میده درسته یا نه؟ من از دو نفر سوال کردم، گفتن به خاطر این که به خاطر تبلیغ باشه اشکال نداره. گفتم ببینم نظر شما چیه. بله چشم. فاطمه از تبریز. بفرمایید خواهرم. سلام خسته نباشین. سلام و رحمت الله و برکات. عید شما مبارک باشه. همچنین. این عید بزرگ موحدین اسلام و نام محمدی را به شما بزرگواران و جامعه شبکه کلمه
کلمه مبارکه و عموم مسلمین هم خداسته باد. بر شما و بر شما و خانواده محترم شما و بر برادران و خواهران آذربایجان. بفرمایید. زنده باشه. خیلی ممنون. استاد خدمت، من دوست داشتم چنین روزای مبارک رو اختصاص بدم فقط برای تبریک و تشکر عزیزان روی خط بیان. همین فقط می‌خواستم اینو عرض کنم خدمتتون. موفق باشید شما و بقیه بینندگان محترم. خدا برنامه خوبتون، خدا یاد شما باشه. خدا شما را حفظ کند انشاءالله. بلوچ از سراوان، بفرمایید. این آخرین بیننده باشه که با جمع کنیم اینا رو. بفرمایید آقا بلوچ. الو سلام علیکم. خسته نباشید استاد. استاد بلوچ هستم از شهر عالم شهید آقای دهواری، شیخ علی دهواری. با سلام خدمت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و اصحاب اجمعین و تمامی اساتید محترم کلمه، همانا که کار صحابه رضوان تعالی را پیش گرفتی. الله جل جلاله حافظ جان و مال شما باشد. من در واقع یک شعری در وصف آخوندهای صفوی خودم ساختم، میخوام واسهتون بخونم تا برای ملت بینندگاه بدونم که چی به چیه. ما آخوندهای صفوی خندانی، ما دوزهای ایرانی، ما تمام ایران را عرص پدر میدانیم. ما در آباد کردن زندان و گورستان هوشیار و دانا هستیم، چون دروغ گفتن را تقیه میدانیم. ما آخوندهای صفوی سیغه را حلال میدانیم، چون لذت آن را میخوانیم. ما برای پر کردن جیب آقازاده ها باید در دوزی از بیت المال توانا باشیم. ما آخوندهای صفوی لعن و نفرین و تهمت را عبادت مینامیم، برای همین خمس را جزء اصول آوردیم. ما آخوندهای ابن سباهی برای خالی کردن جیب ملت امامزاده روان هم می سازیم. عید بر تمام مسلمین جمع تبریک عرض می کنم. بر شما خیلی ممنونم در رابطه با این شبکتون که واقعا دارین تمام اهل سنت آقا می کنی، فارسی زبون ها آقا می کنی. خدا یار و یاورتون باشه هر کجا باشی. ما ملت بلوچ تابع شما، دستبوس شما، پابوس شما هستیم. شما سروران ما هستیم، نور چشم ما هستیم. در امان خدا، فی امان الله. خدا حافظ شما، خدا شما را تایید کند. بیننده بعدی را آخرین بیننده باشد یا اینکه اگر نگه دارید به خاطر همین. خب سیدی از کرج بعد فرمودند که هدف اینه که اینا پول بگیرند و سوء استفاده کنند و از ذهن پاک مردم سوء استفاده شود و همه این رو فهمیدن. جالب اینه که کسانی که اخلاص در عمل دارند و در گفتار دارند با کسانی که سودجو هستند و از ذهن پاک مردم میخواهند سوء استفاده کنند به نام اسلام مشخص و واضح است. برای همینه که گناه اینها چند برابر است. به عنوان دین و به عنوان اسلام به مردم فریب میدهند. اون کسی که مسلمان نیست با همان ایده خلاف شرعی خودش هر کاری میکند به اسم اسلام نمیکند، اما کسی که به نام اسلام بیاید و کلاهبرداری کند و مردم را گمراه کند و هدف جیب خود یا منافع شخصی خودش باشد، این مصیبت عظماست و این گناه چند برابر است. لذا در آخر سوره احزاب هم همینو میگوید، کسانی که روز قیامت عذاب میبینند میدانند که از طریق چه کسی فریب خوردند، لذا نفرین میکنند به اینها. میگویند ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا. خدایا به اینها عذاب دو برابر بده و اینها را لعنتی بس بزرگ کن. که انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیل. ما از اینها و از رهبرهای خود اطاعت کردیم، اینها ما را گمراه کردند، اینها ما را به بیراه بردند و اینها باعث شدند که ما توحید را رها کنیم و به شرک و بت پرستی روی آوریم. آقا امجد از ساری فرمودند که من پیامبر را خواب دیدم. بعد فرمودند که پیامبر دست مرا گرفت و برد و زیارت ها را نشان من داد
و گفت این زیارت کربلاست و این زیارت این پیامبر هرگز مردم را به قبر و به عبادت قبر و به عبادت بارگاه ها یا جاهایی که بارگاه درست کردن تشویق نمی کند. بدیهی است که امروزه اون جایی که به نام قبر حضرت علی است روایت صحیحی نیست که اونجا قبر حضرت علی باشد. هیچ روایت صحیحی برای که علی مخفیانه دفن شدند. دو، قبر حضرت حسین ابن علی رضی الله عنه باز هم روایت صحیحی نیست که این قبری که الان زیارت می شود قبر سیدنا شباب اهل الجنه باشد، یعنی قبر حضرت حسین باشد، باز روایت صحیحی نیست برای که بارها از بین رفته و جایی از آن نمانده است. بعضا جا تخمینی گفتن اینجا بوده، این که الان هست گفتن اینجا بوده، حالا هیچ روایتی نیست که 100% اینجا باشد. این هم یک مسئله. و هرگز رسول خدا کسی را به قبر و به تعظیم قبر و نذر قبر و عبادت قبر دعوت نمی کند. بدانید جناب آقای محمد. بسیار خوب. برادرمون از کردستان جمعه از کردستان عراق بودن، فرمودند که در روز قیامت همین جسدی که گناه کرده زنده می شود. بله، قبل از قیامت در قبر همین جسدی گناه کرده، همین جسدی که همینطوری دفن میشه، اولین دادگاهی و محاکمش در قبر خواهد بود. و بزرگان دین مثل احمد ابن حنبل رحمت الله علیه می فرماید القبر اول منزل من منازل الاخره، قبر اولین جا از منازل و جایگاه قیامت هست. چرا؟ برای اینکه اگر در اینجا خوب بود معناش اینه که تا آخر دیگه خوبه، و اگر این دادگاهی و محکمه موقت و خیلی کوتاه بد بود معناش اینه که تا آخر بد خواهد بود. لذا اینجا فرق است بین مؤمن و غیر مؤمن، بین موحد و بین مشرک. از ایده و عقیده شما پرسیده می شود ایده ایتون چیه؟ موحد بودید یا مشرک بودید؟ از قبلتون پرسیده می شود، از دینتون پرسیده می شود، از کتابتون پرسیده می شود. این است، خوندید، فهمیدید، بهش عمل کردید یا نه. و از خود شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم از شما پرسیده می شود پیام آور شما که بود. کسی که اهل قرآن و اهل نماز و اهل توحید بوده این جواب ها براش آسونه. قبله من کعبه هست، خدای من الله متعال لا شریک له هست، کتاب من قرآن هست، دین من اسلام هست، پیامبر من محمد صلی الله علیه و سلم هست. کسی که اهل اینها نبوده بدیهی است که در حدیث اینطور می آید می گوید ها ها لا ادری، نمی دانم خدات کیه، نمی دانم قبلت کجاست، لا ادری کتاب چی بوده، لا ادری. برای که اهل کتاب، اهل قرآن نبوده، اهل قبله نبوده، اهل نماز نبوده، اهل توحید نبوده که الله تعالی را بشناسد. بله. و همینطور هم زنده می شود. بله. همینطور که از مادر تولد شده، لخت مادرزاد، همینطور هم زنده می شود. بعد فرمودید که اولین سوال از میت همین چیزی که بنده عرض کردم درباره توحید و پیامبر و قرآن و قبله. اما در رابطه با امام چیز جالب اینجاست که این مسئله، حالا من خارج از سوال شما یادم اومد این مسئله، بعضی وقتا انسان یه سری چیزا یادش میاد. برادرانی که معتقد به امامت و به ولایت و اینها هستند تو این صیغه هایی که منکر و نکیر از انسان میپرسه اسمی از ولایت نیست. خیلی عجیبه. از توحید بله، از یکتاپرستی و از قرآن و از قبله و از همش هست. ضمن این که این صیغه بدین ترتیب هم نزد آقایون هست، یعنی در اینجا تقریبا شیعه و سنی مثل هم باور دارند که در سؤال قبر اینه که خدات کیه، قبلت کجاست، کتابت چیه، پیامبرت کیه،
این چیزهایی که توحیدی هست، اهل سنت هم همینه میگن. ولی عجیبه که برادران شیعه اضافه نکردن این دو مسئله، امامت کیه، ولید کیه، بله مولات کیه، همچون چیزی جزو سوالهای منکر و نکیر نیست. حالا آیا به خاطر اینکه اهمیت نداشته یا اینکه چیز دیگری است؟ یه تلنگری. بله. خیلی خوب. آقا علی از کردستان در رابطه با اینکه پشت سر کسی که قسم به رسول الله بخوره یا بعضی وقتا فحش بده نماز خوندن جایز هست یا جایز نیست. ببینید، اولا قسم به غیر خدا خوردن جایز نیست، بلکه شرک است. من کان حالفا فلیحلف بالله او لیصمت. کسی که قسم یاد میکند به خدا قسم یاد کند یا خاموش بنشیند. این کمترین چیزی است که میتونه انجام بده. اما اینکه اگر ایشون عقیده شون اینه که قسم به رسول الله خوردن جائز هست و باید این کار را کرد، ولی این نوعی از انواع شرک هست، نوعی از انواع شرک هست. در نماز خوندن و بقیه عقایدش هم حتما شبیه این است. در نماز خوندن پشت سر همچون افرادی که بعضی از عقاید شرکی درشون هست، جای تأمل و رسیدگی است. باید که به این مسئله بیشتر توجه کرد که اگر بقیه اعمال و عقایدش هم اینطوریه که ما ول معطلیم، پشت سر کسی نماز میخونیم که خیلی شرکیات در دل دارد. یکی از موانع اقتدا به افرادی که توحیدشون کامل نیست، این یک. مانع دوم عدم قرائت صحیح در نماز. و مورد سوم که قبل از دوم بود که همیشه هم بهش اشاره میکنیم، قبل از به نماز ایستادن، مسئله وضو و طهارت هست. این سه مورد سدیست، سد منی و مانع اقتدای به همچون شخصی در نماز میشود. به معنی دیگه همچون شخص، همچون اشخاصی که از لحاظ عقایدی اشکال دارن، از لحاظ صحت وضو و نظافت و طهارت قبل از نماز اشکال دارند و از لحاظ قرائت اشکال دارند، این سه نفر مانع اقتداء به خود می شوند. جایز نیست که پشت سر همچون شخصی نماز خوند که این سه صفت را دارند. بله، حالا هر کی باشه، این آقا سنی باشد، شیعه باشد، تابعی هر گروهی باشد، که اگر این سه اشکال در آن هست، اقتدا کردن به او در نماز صحیح نیست. بله. خواهرمون فاطمه از تبریز لطف فرمودند و پیشنهاد دادند که امروز اگر اختصاص بدیم به تبریک مردم. خب مردم لطف کردن، بالاخره تبریک فرستادند و انشاءالله که این عید سعید قربان بر همه شما و بقیه بینندگان مبارک باشه. ما بینندگانمون را میخواهیم که در مسائلی که بیشتر برای خودشون و بقیه بینندگان فایده‌ای داره مشارکت داشته باشن. ضمن این که ما همه را قبول داریم یک بیننده که زنگ میزنه تبریک به جای بقیه بینندگان بگه کافی است. ما امیدواریم که در برنامه های آینده و توسعه برنامه کلمه باعث شود که بینندگان بی بهره نمانند از تماس تلفنی و از پاسخ گرفتن از تماس هایشون، چه از طریق تلفن مستقیم و چه از طریق تلفن گویا و چه از طریق ایمیل و اسمسی که به برنامه میدن، پاسخ خود را انشاءالله بگیرن. در آینده برنامه گسترده تر و بازتر خواهد شد و کلمه دو هم در راه است که انشاءالله آموزشی باشد و همه در آن شرکت داشته باشند.
خدا به شما هم توفیق بده و بقیه بینندگان در تبریز و آذربایجان. بعد برادرمون آبلوچ از سراوان فرمودند از شهر شهید علی دهواری، خدا رحمتش کند، و این انسان مجاهد و زحمتکشی بود، انسان مؤمنی بود، مردم را به توحید و یکتاپرستی دعوت میکرد. شخصا این بزرگوار را میشناسم و خداوند مقام درجه شهادت به ایشان عطا فرماید و همراه پیامبران و شهدا و صدیقین محشور بفرماید. این مقامی است که نصیب هر کس هر کس نمیشه. هر کس مثل این بزرگوار، مثل برادر شهیدمون جناب شیخ علی دهواری و بقیه شهدا که به قافله شهادت پیوستند، از شهید ناصر سبحانی گرفته و شهید احمد مفتیزاده و شهید محمد صالح زیایی و شهدای و شهید ربیعی و شهدای کردستان، شهدای بلوچ، شهید سیاد، شهید میرین، دکتر شهید کاظمی و شهدایی که به خاطر عقیدهشون شهید شدن، به خاطر ایدهشون شهید شدن، اینها همراه شهدا، انبیا و صدیقین محشور می شوند. و قبل از آنها شهید رادمهر بود و شهید برقعی بود و شهید قلمداران بود و اینها به خاطر عقیده ایشون جان دادن. شهید مظفریان بود که چقدر زحمت کشیدن برای شیراز و مسجد شیراز و خدا ایشان را بیامرزد. اینها به خاطر عقیده ایشان شهید شدند و اینها ضمن قافله شهدا هستند که در روز قیامت همراه انبیا و صدیقین و صالحین محشور می شوند. خدا هم نصیب کند که ما هم همراه اینها محشور بشویم، اگرچه هم اجر شهادت را نمی بریم، ولی خدا به ما توفیق بدهد که همراه این بزرگوان بزرگواران که همانا همراهی رسول الله صلی الله علیه وسلم و اصحابش و اهل بیت هستند، ما را هم نیز لیاقت بداند و منت نهد، همراه این بزرگان محشور بفرماید. بله، بعدا برادرمون شعری در رابطه با آخوند صفوی خوندن و مسئله این صفویزم و جهان صفویت و بلایی که به سر ملت ایران در آورد که هنوز آثارش باقی است متاسفانه و چوبش برادران ایرانی دارن میخورند و حتی سرایش کرده به جاهای دیگر. خدا کند که مردم از این ایده شوم شرک و صفویزم خارج شوند و به توحید و یکتاپرستی و محبت خدا و رسول خدا و آل بیت رسول خدا و صحابه خدا و زوجات رسول خدا و صحابه رسول خدا روی آورند و به جای شرک ایمان در دل خود جای بدهند و به جای بدعت سنت. خب اتاق فرمان تلفن دارید یا بله، آقا محمد از قم بفرمایید. آقا محمد سلام علیکم و رحمت الله. سلام و رحمت الله. آقا محمد بفرمایید. سلامت باشید. این عید سعید قربان رو به شما و تمام همکارا و اساتید و بیننده های عزیز تبریک عرض می‌کنم. همچنین برای شما و خانواده محترمتون و اهل قم که دنبال حقیقت و در جستجوی توحیدند. سلامت باشید ان‌شاءالله. خدمت شما عرض کنم استاد، من ادامه فرمایش شما میخوام بگم که فرق بین موحد و مشرک همینجا معلوم میشه استاد. وقتی شما دو تا شاگرد در نظر بگیرید توی کلاس، اون شاگرد زرنگ خودش شب میشینه درس میخونه و خودشو آماده میکنه برای امتحان، اما اون شاگرد تنبل دنبال تقلب نوشتن و دنبال راه تقلب میگرده که سر جلسه چجوری از تقلب استفاده کنه. حالا اینجا هم شما همونجوری که فرمودید که شب اول قبل رفتی میپرسن سوال میکنن که خدا کیه، دینه چیه، این آقایون اومدن میگن آقا شما هیچ کدوم اینا رو بلد نباشی مهم نیست، چون اونجا امام علی میاد، امام حسین میاد، اونجا همه اینا رو به شما یاد میده، اصلا احتیاج نداره شما اینجا دنبال این حرفا باشی.
اونجا به بیاد میدن. یه تقلب هم اصلا حرفا شروع میشه. تقلب زیرزمینی. تقلب زیرزمینی. خدا به دادمون برسه. اوه بد شد، حیف شد، خرد شدن. این گناه ما بود، ببخشید. ما نباید دخالت میکردیم و فرمایشات شما را قطع میکردیم. ببخشید آقا محمد. انشالله که دو مرتبه بتونید زنگ بزنید. آسد ابراهیم بفرمایید. آسد ابراهیم بگوشیم. آسد ابراهیم. خب محمد از ایران بفرمایید. آقا محمد. بعد سلام خسته نباشید خدمت استاد بزرگوار. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. شبکه کلمه، ای شبکه مقدس، ای شبکه قرآن و هدایت، شبکه کلمه، ای خیر خواه امت اسلامی، تو مانند خورشیدی شدی که ایران را روشنی بخشیدی. تو به ایرانیان آموختی که ما اهل سنت دوستان حضری اهل بیتیم. راه راست و هدایت را به ما انسان خانشان دادی. آشکار کنید آن چیزی را که الله دستورش را داده است. آفرین آفرین بر ایمان راسخ و اراده تو که باعث شدی دنیای ما را به خوبی بسازی. خداوند به خاطر همین همت و ایمان شما، شما را با اصحاب پیامبر مشهور خواهد کرد. راهی که شما انتخاب کردید راه انبیا است. شبکه کلمه. به خدا واسم شما جز خیرخواهی و امت چیزی نمیخواهید، چون که شما مردم را به خواندن قرآن تشویق میکنید و راه رستگاری در قرآن است. سر و بردباری شما و اخلاق نیک شما زبان زد عام شده است. کلمه. الو بفرمایید بگوشیم آقا محمد. کلمه تو تقواش و متکبر نیستی، تو لعن و نفرین نمی کنی، تو بغض و کینه نداری. اینا همه لطف و اراده الله است. راهتان را ادامه دهید که راه اسلام نال محمدی است. خداوند از شما راضی باد و مزد زحمات و تلاش های خستگی ناپذیر شما را خواهد داد. یقینا خداوند ما را کافی است. خداوند بار دیگر نعمت و نعمتش را به وسیله کلمه به ما ارزانی داشت. از طعنه و سخم زبان بدی مسلمانها خسته نشوید. مدام از شما ایراد میگیرند و بعضی ها قدر زحمات شما را نمیدانند. هنر شما اسلامی و قرآنی است. آن را بیان کنید. شما را راست و صداقت و راستی را پیشه کردید. بناهایی که عطور از همدن درهایشان کینه دارند شکست بخورند. بلند شهید و دعات رد بفوشید و شکست ناپذیر باشید تا به ایرانها را آباد کنید و به آرزویتان برسید. الله به عمر شما برکت بدهد. استاد بزرگوار تشکر میکنم برنامه خوبی شما. ممنون. همچنین ما هم تشکر میکنیم از این بیانیه زیبای شما. بفرمایید آ مصطفی از ایران. بفرمایید آقا مصطفی. سلام. و علیکم السلام. و علیکم السلام. سلام. و علیکم السلام. استاد از ایران زنگ زدم. شیعه‌ام. بفرمایید. این عید رو به شما و تمام مسلمانان جان تبریک میگم. همچنین استاد من به عنوان یه شیعه مذهب و دینم و خودم انتخاب نکردم، خودم انتخاب کردم نه ارث برده باشم. بعد زکاتم حال خودم هم حتی به یکی از برادرهای اهل سنت که انگسته میدم. من اصلا کلن حالا نمیدونم شهرهایی که شما نخوردین ان تو شهر ما برادرهای اهل سنت برای خودشون مسجد دارن، نماز جمعه نماز دیگه رو میخونن. خیلی هم مثلا رابطمون خوبه، خیلی دفتابات میکنیم خیلی. بعد اون شیعهی که بخواد به اهل سنت توهین کنه، مثلا من دیدگاه شخصی خودم میدم، اصلا اون مسلمون نمیدونم تو شیعه بدونم. یا مثلا کسانی که اهل سنتی که بخوان شیعه ها رو بکشن، یا مثلا شیعه هایی که بخوان اهل سنت رو بکشن، اصلا اینا مسلمون نیستن که بخوان شیعه. نه ما علی رو میبرستیم، نه شما ابوبکر رو، عمر رو یا عثمان رو. همه الله رو قبول داریم، پیامبر رو قبول داریم، قرآن رو قبول داریم، حج رو قبول داریم. حالا فلسفه شما رو خلافت، فلسفه ما امامت، هر کی هم کلا روی این فلسفه دیگه، برای همه مون مشترکه. ضعف اسلامی، ازدواجمون، طلاقمون، همه مشترکه. من خیلی مثلا هیچ وقت مثلا برادر اهل سنت ما با هیچ دین و مذهبی عوض نمی کنم. این برادر من، هم کیش من، هم آیین من. چه لزوم داره که مثلا با هم دعوا بیافتیم یا با هم به هم دیگه توهین کنیم؟ از این شبکه هم که داریم خواهش می کنم
در باید همین مثلا که سوریه رو تو ایران نشون نمیدن، کشتارهایی که نمیدن اونجا، شما مثلا در باید بحره یا تبعیدی که تو بعضی از کشورهای اسلامی مثلا میشه، شما در باید اون تبعید رو صحبت کنید که یک طرفه نشه. مثلا همجور که داخل ایران میگن، اصلا میگن شورشیان سوریه، داره قتل عام که داره تو اونجا قتل عام میشه میگن شورشیان سوریه. شما اونجا مثلا بگید اون طرف هم که اگه تبعیض میشه هیچ مثلا چی نیست، هیچ مثلا فقط کن تبعیض نشه، اصل حقیقت، اصل اسلام رو حقیقت دیگه که حقیقت بیان بشه. حالا میگه خود آیه قرآن دیگه میگه حق رو بگوید، هرچند بذره خودتون پدر مادر رو دوست آشناتون باشه، درسته استاد؟ بله بله. اصل حقیقت رو باید بگیم، حالا میخواد به ضرر ما باشه یا به ضرر به نفع ما باشه. از این شبکه هم که کمال تشکر دارم استاد. خدا موفق باشید، خدا حافظ شما. بیننده بعدی رو بدید. نصرالله از بوشهر بفرمایید. نصرالله الو بفرمایید. الو سلام. و علیکم السلام. وقت شما بخیر. وقت شما هم بخیر باد. آقا اینی که شما اعلام میکنید ما قبر هستیم، اصلا این طوری که شما تصور میکنید، ما عشق به اهل بیتمون داریم، عشق به امام حسینمون داریم. ما اگه میریم زیارت آقامون امام حسین، ما به ایشون عشق داریم، به ایشون ارادت داریم. اینطور نیست که ما میریم قبر ایشون رو بپرستیم یا قبر امام رضا رو ما بپرستیم، اینطور نیست. شما تصوراتون در این مورد، من عذرخواهی میکنم، نمیگم اشتباس یا نمیگم شما بر باب خرافات هست، نه، من جسارتی به شما نمیکنم. شما استاد هستید، شما از دید ما قابل احترام هستید، شما مثل ما مسلمان هستید. ما قبر پرست نیستیم، ما برای امام حسینمون احترام قائلیم، اینشون رو واسطه بین خودمون و خدا قرار میدیم. بعضی موقع هستش آقا ما یه چیز از خدا میخواییم، ممکنه ما آبرومند پیش خدا نباشیم، میگیم امام حسین پیش خداوند آبرومنده، ما از این آقا از امام حسینمون استعانت میگیریم، کمک میگیریم که واسط بشه بین ما و خدا. اگه ما رو محکوم کنید به قبر پرستی، پس باید بگیم تمام مسلمان ها بند پرستن. چرا؟ چون که مکه یه سنگ بیشتر که نیست، از سنگ ساخته شده. مسلمان ها میان سنگ میپرستن؟ نه، مسلمان ها مکه نماد خداونده، یه قبله واحده، برای که ما خدا رو اونجا فرض کنم، خدا همه جا هست، یه نماد واحد هم ما به اونجا رجوع کنیم و نماز بخونیم. پس اینطور نیست که ما اگه که امام حسین رو دوست داریم و عشقمون امام حسین، ما قبر پرستیم. نه، اگه اینطور باشه پس مسلمان همه سنگ پرستن دیگه. اینطور نیست، این تصور شما کاملا استاد بزرگ اشتباهه. ما خدا رو یکی فرض میکنیم، برای اهل سنت هم کاملا احترام قائل هستیم، اونایی که به جناب عمر، جناب ابوبکر، جناب عثمان و به زوجه پیغمبر توهین میکنه از ما نیست. ما برای اهل بیتمون ارزش قائلیم، مولامون علیه، امام حسین عشقمونه، ابوالفضل عاشقشیم و قبر پرست هم به هیچ عنوان نیستیم. چون قطع شدن. آقا فیض محمد بفرمایید. آقا فیض سلام و رحمت الله و برکات، بفرمایید. آقا فیض محمد شما مبارک باشد. همچنین بر شما استاد محترم بزرگوار. بفرمایید. من یک سوال داشتم. بفرمایید. یک سوالی که شیعه و سنی چی وقت پیدا شده، یک مطلب. مطلب دیگه که من خدمتتان عرض کنم، هر کسی که به اهل بیت، به بزرگوار، به اصحاب آن حضرت صلی الله علیه و سلم گستاخی میکنن، توهین میکنن، جواب شما خودشون میبینه، برای اینکه الله عالم غیب است، الله عقل مبین است، خود خداوند متعال میبینه، خداوند متعال جزای و زنا را خودشون تعیین میکنن، میگه انشاءالله هر کسی که به احترامی به بزرگای خودم میکنم. شما یکی از بزرگای ما هستین، بزرگای اهل تصانم هستین و به شما باید این مطرح نباشه که شیعه هستینی. پس بلی که کلمه گوی پروردگار عالم است، کلمه گوی خداوند است،
و امت رسول مقبول صلی الله علیه و سلم هستن. از آن ما تا شما تفیق تا تفیق بیشتر بخواهد که مردم برای اسلام دعوت کنن و به اکتو پرستی دعوت میکنن. این بزرگترین حج از پیش پرازگار عالم. و سوال دیگه داشتم که یک شبکه دیگه بنام شبکه وصال فارسی، یکی از دانشمندای بسیار محترم و عزیز همیشه صحبت میکنن و هیچ کس دیگر موقعی صحبت نمیتونه، خودشون همیشه گپ میزنن. اسمشان رو متاسفانه فراموش کردم. استودیو دفترش است، هر آنچه که بزرش است میگن. اجازه نمیتونم که کس سوال کنه با ویزی که نمبر تلفن خود هم در زیر نویس کردن، اما باز که تلفن میکنه زنگ میزنه زنگ کسا نمیبردارن. بنابراین ما از شما تقاضا میکنم که اگر از شما رو بردارم بگن که اونا یک دفعه تلفنی که مراجعین تلفن میکنن اونا رو بشنون، گفای ما رو گوش کنن، سوالای ما رو گوش کنن. شما خب از جمله دانشمندای ما هستید، ما نمیفهمیم، پرادگار رو هم شما رو هدایت کنن. آقا فیض محمد، خیلی خوب بذارید ما جواب بدیم. از آقا محمد از قم بود، حیفش بود که ایشون یکی از تلسم شکنان هستن و کارشناسن در حقیقت، در برنامه ها شرکت میکنن، مردم و همه را خوشحال میکنن. متاسفانه قطع شد و صدای ایشون. قشنگ فرمودن در مسئله تقلب، گفتند که کسی که زرنگ هست و درس خوان هست خودش جواب میده، تحصیل کرده، زحمت کشیده، جوابش هم میده، اما کسی که تنبله و درس خوان نیست میخواد با استعانت از دیگران به وسیله تقلب قبول بشه. و اینها میگن آقا شما نمازم نخونی، هیچ کاری نکنی، همین که علی داری و آل بیت برات هست کافیست. اینها میان به شما یاد میدن. این چه طرز تفکری است؟ یعنی تقلب در نزد قانون الهی، بشر با بشر کلا سر هم دیگه میذارن، ولی ما میخوایم کلا سر خدا بذاریم ولی یاذ بالله، مگه میشه؟ در درگاه عدل الهی تقلب نیست. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، روزی میاد که هیچ کس به درد دیگری نمیخورد. کل نفس بما کسبت رهینه. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. هر روزی میاد که همه از هم دیگه فرار میکنن، برادر از برادر، فرزند از پدر، پدر از فرزند، فرزند از مادر، شوهر از همسر و همچنین هر کس در فکر خود هست. ببینم شما چه کار کرده اید و انسان در گرو عمل خود هست. توصیه رسول الله صلی الله علیه وسلم برای خاندان بزرگوارش، برای حضرت عباس، برای حضرت جعفر، برای حضرت عقیل و برای حضرت فاطمه دختر محترمش و بزرگوارش، این توصیه بود که برای خود کاری کنید. نسبت شما به ما باعث نجات شما نمی شود. یا فاطمه بنت محمد اعملی لنفسی که فا اینی لا اغنی عنک من الله شیئا. ای فاطمه دختر پیامبر، برای خود کاری بکن، من نمیتونم برات، اونجا پارتی بازی نیست، من پدر شما هستم، عمل شما و توحید شما در اینجا مطرح است. درسته که این بزرگوار میدانستن دختر بزرگوارشون سیدت و نساء الجنه است، اما برای اینکه به من و شما یاد بده، آقا در مقام و در نزد الله سبحانه و تعالی جز ایمان و عمل صالح دیگه هیچی به درد نمیخوره. من پسر فلانی هستم، خب باش، خودت چی بودی؟ پس بنابراین در اینجا فرزند نوح که با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد، اما سلمان فارسی از یک آتشکده اصفهان بلند میشه، از یک خانواده آتش پرست و ممکنه بت پرست دنبال حقیقت میره و میشه جزو خانواده پیامبر. سلمان و منا اهل البیت. ببینید چقدر عدل اینجا. در اینجا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لابیض علی اسود الا بالتقوا. همین دیروز شما بیننده اون جریان صحرای عرفات بودید، همین دیروز همه ایستادن با یک رنگ و یک لباس، میگویند الله
آیا کسی دیدید بگه امام حسین، حالا جز کسی که ممکنه به قول یکی از بینندگان تو چادرش بره مخفیانه حرف بزنه، همه روی کردن به الله، همه اومدن خدمت الله، خود حضرت حسین میومد اینجا، خود حضرت علی میومد اینجا میگفت الله، حالا از این طرف رسانه های ما را سوق دادن، منحرف کردن، میگن آقا کربلا، این طرف این میلیون ها مسلمان به اضافه این رسانه های کشورهای اسلامی که میلیارد مسلمان می شود اونجا همه می بینند و خدا می خواهند، ولی ما را سوق دادن چه از طریق رسانه ای و چه کربلا، بریم کربلا تا اینکه مسئله توحید در اینجا عنوان نشود. ببینید چقدر مبارزه می شود با توحید و یکتاپرستی. پس توضیح برادرمون آقا محمد بسیار جالب بود در مسئله سوال قبر. آسید ابراهیم هم قد شدن، آقا محمد از ایران بعد نصیحت کردند و در رابطه با کلمه این که شما هم محکم بیستید و ادامه بدهید برنامه را و مطالب جالبی فرمودن در مسئله کلمه. این وظیفه هست، تا به حال که نبوده، امکانات نبوده، الان که امکانات رسانه‌ای است وظیفه همه هست و خدا کنه که ده ها شبکه توحیدی پیدا شود و درباره توحید و یکتاپرستی صحبت کند، این باعث افتخار اهل سنت هست. بعد فرمودید درباره بله آقا مصطفی فرمودن که ببین من زکاتم به سنی میدم، فرقی نیست، مسجد برای اهل سنت هست. آقا مصطفی اگر به تهران سر بزنید به نظرم مسجدی نیابید برای اهل سنت. تبریز هم همینطور، اصفهان هم همینطور و شهرهای بزرگی ایران مساجد برای اهل سنت قدغن هست. این را لطف کنید یک کمی سرچ کنید و بگردید جستجو کنید، میبینید که این طوریه. بعد فرمودید که از این که یک شیعه بلند میشه به یک سنی توهین میکنه، ما همچون شخصی اصلا مسلمان نمیدونم. آفرین بر شما، ما هم همینو میگیم، کسی که توهین میکند به بزرگان دین و بزرگان صحابه و حضرات ابوبکر و عمر و عثمان، به اینها توهین میکنند، اصلا مسلمان نیستن، چون اینکه شیعه باشند یا چیز دیگر باشند. ما هم دیدیمون همین، لذا ما میگیم بین شیعه علوی با شیعه صفوی فرق است، بسی فرق هاست بین شیعه واقعی و شیعه صفوی. شیعه صفوی صفتش فحش و دشنام و لعنت و بد و ناسزا و اینا، شیعه علوی که همان شیعه محمدی است، یک تا پرست خداجوست، موحده و اسمش هم شیعه هست. بله. بعد فرمودید که فقط فرق فلسفه خلافت و ما هم امامت هست. در اصل چنین نیست آقا مصطفی. اگر بنگرید در کتابهای شیعیان علوی میابید که فرق بین اهل سنت و شیعه فرق عقایدی است، مربوط است به عقیده، چیزی که اونها ایده دارند و عقیده دارند، چیزی که الان بینندمون فرمودند. و در یکی از همین قبل هم یکی از بینندگامون فرمودند که ما عاشق حضرت علی هستیم، عاشق حضرت حسین هستیم، عاشق آل بیت هستیم، تمام اینها همه دارند این عشق، سنی و شیعه داره، اما عشقی که پا از حدود خود فراتر نهد و این معشوق را به درجه الوهیت برسانه است، در اینجا خط قرمز پیدا میشه، در اینجاست که میشه حرام و میشه شرک. محبت آل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم همه یکسانند درش، همه دوست دارن، حالا کمتر یا بیشتر ولی همه دوست دارن. بی ادبی و بی احترامی در ساحت پیامبر و آل بیتش هیچ کس نداره، نه شیعه نه سنی، نه شیعه نه سنی، برای اینکه جزء عقیده خود میدانن که باید احترام به پیامبر و محبت پیامبر مثل محبت خدا واجبه و احترام پیامبر و خاندان پیامبر واجب است. لذا سنی نمیبینید که به ساحت پیامبر و اصحابش و یارانش توهین کند، ولی در جمع شیعه صفوی واضح و روشن و الان هم در که رسانه ها در دست این هاست متاسفانه چنین هست، سب و لعن و شتم و بی احترامی و بی ادبی، ولی این نشأت گرفته از یک جاییست، از جهل و نادانیست فقط. اگر همین هم بیان حقیقت را بخوانند و یک طرفه نباشد،
و تاریخ را بخوانند، جستجو کنند، میبینند که ابوبکر و عمر و عثمان یاران خاص رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. میدانند که اینها فضیلتی دارند، اینها شاهکارهایی کردند در جهان اسلام، به خصوص در صدر اسلام. چون که منابع اطلاعات رسانی اونها یک طرفه بوده و معلوماتی در این رابطه بیشتر ندارن، در این منجلاب افتاده و راهی دیگر ندارن جز این که مطالعه کنند و برگردن و روایات صحیح را بخوانند. بله، از این طرف متهم هستند این بزرگان به ظلم به فاطمه و علی، از اون طرف هم علی میاد دخترای خودش به اینها میده، با اینها مشورت میده. تضاد واقعیت، تضاد خیلی روشن و واضح. ولی زمانی که به حقیقت میرسن میبینن که اشتباه کردن، مثل بقیه که الان فهمیدن و برگشتن و موحد شدن. بعد فرمودید که اگر بناست عدالتی باشد در رابطه با فریقین صحبت بشه، مثلا اگر که درباره سوریه میگوید درباره بحرین هم بگوید. ببینید آقا مصطفی درست فرمودید، اما ناعدالتی رسانه های داخلی بیگونی است که دیگه لازم نیست انسان درباره بحرین که یک کشور کوچیکی است، یک اتفاق کوچیکی میفته، فوراً پوشش میدن. درباره سوریه که بیش از 35,000 نفر تا به حال شهید شدند، میگن شورشیان سوریه. اینجا جای تأسفه. حالا چطور میشه؟ هل یستویان مثلا به تعبیرهای قرآن و مثل هم هستن؟ دیگه مردم را از جریان سوریه و از جریان غزه و بحرین و اگر هم اتفاقی بیفتد دیگه کنار گذاشته، یعنی این جریان ها را تحت شعاع قرار داده واقعیت سوریه و دروغ و کتمان رسانه های ما در داخل کشور. متاسفانه نمیگذارد. آخه اگر در رسانه های ما هم از روز اول همین حرفا رو می زدن، می گفتن مردم خواهان آزادی هن. این ناعدالتی برای همه واضح و روشن است. لذا آقایون از اعتبار ساقط شدند، آقایون ما، رسانه هاشون و دولت مردانشون و تمام از اعتبار ساقط شدند، با اینکه حقیقت رو می خوان که اعتبار کنن. حالا دیگه ما به نتیجه رسیده ایم، چیزایی که در کتاب ها خوندیم درسته. آقا اینها صفتشون کتمان بوده، حقیقت را کتمان می‌کردند. حالا دیگه واضح شد برای ما، برای همه واضح شد. اگر که اینها را کتمان نمی‌کردند و راست می‌گفتند و حقیقت اسلام، ببینید یک رئیس جمهور میاد در یک کشور در قلب تهران برای نیم ساعت یک ساعت در سخنرانی که می‌کند از 40 شبکه پخش میشه، میان تحریف می‌کنند، کتمان می‌کنند. این کار خداستو. اگر کتمان نکرده بودند به ضرر مسلمانان بود، خوب بود که کتمان کردند و تحریف کردند، واقعیت خود را پرده از اون چهره برداشتند و واقعیت خود را به مردم به نمایش گذاشتند. همه شناختند، دیدن که ای بابا این که میگن اینا تاریخ را تعریف میکنند، نه این که آیه را جا به جا میکنند، روایت را عوض میکنند، جعلی روایت میکنند، پس درسته. برای اینکه ما با چشم خود دیدیم این تحریف ها و این کتمان کاری ها و پنهان کاری ها. بله، آقا نصرالله از بوشهر در رابطه با این که فرمودند ما هرگز قبر پرست نیستیم، شما نگید ما اهل قبر پرست هستیم، ما اهل بیت را احترام میگذاریم. برادر محترم آقا نصرالله، هرگز ما نگفتیم که کسی که قبر پرست نیست قبر پرست هست. درود بر شما که قبر پرست نیستید، و همه ما آل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله دوست داریم، همچون چیزی که به برادرمون آقا مصطفی گفتم، توجه فرمودید. و کسی که قبر پرست نباشد بهش گفته نمیشود قبر پرست. و شما میگویید ما قبر پرست نیستیم، ولی از حسین و از آل بیتش کمک میجوییم. چی شد بالاخره؟ بعد قیاس گرفتید، گفت فرمودید که اگر چنین باشد همه مسلمانان مشرکند، سنگ پرستن. حالا سوال از اینجا، بنده میخواستم از خدمتتون بپرسم ولی خب دیگه وقت نشده، شما سریع خدافظی کردید. آیا مردم که میرند
مکه میستن میگن ای کعبه کمکم کن، ای کعبه تو را واسطه‌ای قرار میدم بین خود و خدا، سلام خدا را برسان، ما را نزد خدا معرفی کن، حاجت ما را به خدا بگو که برآورده کند. شنیدید یک مسلمانی چنین چیزی خطاب به کعبه بگوید؟ پس قیاس شما در اینجا درست نیست. ضمن این که شما می روید و به قبر می گویید ای حسین، ای علی، ای امام رضا، حاجتم را برآورده کن. این واقعیته که گفته میشه. شما میگید ما نمیگیم حاجتم برآورده کن، ما میریم میگوییم که خدایا به آبروی این شخص ما را ببخش. ما که آبرو نداریم، چرا شما آبرو نداشته باشید؟ چرا خدا را با خود جدا میکنید؟ خود را از خدا جدا میکنید؟ مگر در نماز نمیگویید ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ آیا این جمله ایاک نعبد و ایاک نستعین با این زیارتی که شما رفتید و از خدا خواستید، حالا به تعبیر خودتون که اشفع لنا عند الله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله که همش این نیست و این را خطاب قرار میدهید، آیا تضاد ندارد؟ شما روز 17 بار میگویید ایاک نعبد و ایاک نستعین. حالا این چه روشی است که شما از قبر بخواید؟ لذا این یک نوع تلفیقی است بین اعمال شرکی و نمایان یا نمای توحیدی و عبادت. هرگز با هم جور نمیشه، یا توحید یا شرک، یا خدا یا غیر خدا، دو راه هست، وسط نیست. یا الله که بگویم لا شریک له وحده لا شریک له، یا بیایم بگیم خدا یا و شریک له الا شریکن هو له. مگر همون میگفتن کفار قریش لا شریک لک الا شریکن هو لک تملک هو و ما ملک، مگر شریکی خودت داری شما مالک اون هستید. یعنی باز هم می اومدن توحید لا شریک لک، بعد شرک، بعد می اومدن میگن آقا همین شریک هم تو، همه کارش خودتی، شریک توه ولی تو مالک این، پس شد شرک، شرک به خدا. در این حالت شبیه اون افرادی که آیه 3 سوره زمر معرفی میکند هستید. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، دقیقا همینه. من توصیه میکنم به اضافه این که معنی ایاک نعبد و ایاک نستعین را خوب دقت کنید و مطالعه کنید و دنبال ترجمه و تفسیرش بروید، دنبال آیه 3 سوره زمر هم بروید که درباره چه صحبت میکند. الله الدین الخالص، درباره والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. به بتان میگفتند که ما شما را میپرستیم، یا به دیگران میگفتند که ما بت‌ها را میپرستیم برای که اینها ما را به خدا نزدیک کنند. میرفتیم میگفتیم به احترام اینها، اینها بزرگان یک قوم و قبیله و یک دینی بودند که بعداً تمثال آنها ساخته شد، بعداً برای آنها ذریح ساخته شد، بعداً تمثال آنها ساخته شد، بعد هم به شکل این مجسمه در آورده شد و ما آنها را واسطه قرار می دهیم بین خود و خدا. مگر ما خودمون چرا، اشکال چیست؟ خدا چه سدی ایجاد کرده بین خودش و ما؟ مگر نمی گوید نحن اقرب الیه من حبل الورید؟ ولی می خواهیم عقلا بررسی کنیم مسئله ها، ما از رگ گردن به انسان نزدیک تریم. بعد می فرماید ادعونی استجب لکم. چرا اصرار بر واسطه قرار دادن بین خود و خدا؟ اگر مسئله شرک و شوائب شرک نبود، چه اصراری است که ما غیر خدا را واسطه قرار دهیم بین خود و خدا؟ مگر راه مستقیم چشه که ما بریم جاده خاکی؟ راه مستقیمی که ما را به خدا میرساند چشه که ما بریم جاده دور بزنیم این طرف و اون طرف که دیگه ما به وسیله این جاده برسیم به خدا؟ عقلا میگم ما. پس این محل تأمل هست. آقا نصرالله یک کمی دقت کنید. بعد فرمودید که کسی که به زوجه و یاران پیامبر توهین میکند اصلا ما مسلمان نمیدونیم، و این هم برادرتون آقا مصطفی هم این را فرمودند. خب پس برگردید به کسانی که این را گفتند و این کتابهای تألیف کردند و در این رابطه توصیه کردند و صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم را بد گفتند، پس بدانید که اونها انسانهای مسلمان و مؤمن و موحدی نیستند. لذا راه اونها هم راه شرکی است. دنبال راه توحید و حقیقت باشید.
حافظ محمد از افغانستان سوالشون شیعه و سنی کی پیدا شده. ببینید مسئله ای بر این نبوده که اسم که از شیعه باشد یا اسم دیگری. سنی، سنی یعنی سنت، یعنی راه. سنت کسی سنت الله یعنی راه خدا، سنت پیامبر یعنی راه پیامبر. اهل سنت یعنی اونهایی که راه پیامبر میگیرند. و هیچ کس نمیگوید علی سنی نبود، حسین سنی نبود. همه اینها اهل سنت و جماعت بودند. همه این بزرگان، حضرت زهرا اهل سنت و جماعت بود، اگرچه هم دخت گرامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بود. پس راه و روش پیامبر را داشتند همه. اما اصطلاح شیعه یعنی پیرو بعد از شهادت حضرت حسین رضی الله عنه، با این شکل فجیعی که در کربلا به شهادت رسید، افرادی را متأثر کرد. لذا از اونجا کسانی پیدا شدند که بگویند ما راهرو و پیرو راه حسین هستیم، پیرو راه علی هستیم. خب کسانی از خوارج پیدا شدند که حضرت علی را تکفیر میکردند و بدیهی است که به شکل فجیعی و بدی به شهادت برسد دیگری را متأثر میکنند. شما توجه کنید هر قانون بدی امروز، چرا دنیا از رژیم بشار اسد متنفرند؟ ببینید بنده که عرض میکنم تاریخ ثبت میکند، دولت مردان ما به عقل آیند و به خرد آیند، دنبال و کمک این آقای دیوانه نکنند که به ضرر شماست. الان به حساب شما داره ثبت میشه. به نظر شما تاریخ باز چه ثبت کنه این همه کشت و کشتاری که در سوریه میشه؟ کسی که بشار اسد را دوست داشته هم ازش متنفر میشه. دوست داشته قبلا نمیفهمیده جنایتش تا چه اندازه است. خب رئیس جمهوره و دوستش داریم، ولی الان اون که طرفدارش بوده هم ازش برگشته، دنیا ازش برگشته، مسلمان و غیر مسلمان ازش برگشته. متاسفانه دولت مردان ما هنوز بهش چسبیدن. آیا در اینجا خود به خود افرادی درست نمیشوند که از ایران، از رژیم ایران بدشون بیاد، از بشار اسد و دار و دستش بدش بیاد، نفرت پیدا کنه از رژیم روسیه، با اینکه ممکنه در جهان معرفی نشده بود هنوز، حال دیگه شناختن، به خصوص مسلمان ها و عرب ها شناختن که این روسیه چقدر بر علیه مسلمان ها داره اینجا قیام میکنه و بر علیه عرب ها داره قیام میکنه، الان شناختنه. پس چهره افراد مرتب شناخته میشه. اون زمان ممکنه یزید به عنوان یک انسانی بود که خب حالا به ناحق جانشین پدرش شده، یا پدرش بهش خلافت را داده، یا خلافت را تبدیل شد کرده به ملوکیه، در این حد بود، ولی به این فجیعی کسی نمیشناخت. عبیدالله بن زیاد کسی به این زشتی که بعد مرتکب شد نمیشناخت. ولی وقتی که حضرت حسین ابن علی رضی الله عنه را به شهادت رساندند با این روش خیلی بد و با این بیادبی و با این ظلم آشکار به خانواده رسول الله صلی الله علیه وسلم، دیگه پرده از چهره اینها برداشت. یزید شناخته شد، عبیدالله ابن زیاد شناخته شد، اینها بیشتر شناخته شدند به دنیا. دقیقا همین است. شما قیاس بگیرید جریان کربلا و این ظلمی که الان میشه در سرزمین شام، در سوریه و به وسیله بشار اسد و همراهانش از آن زمان پیدا شد و گسترش یافت، ولی بعد منحرف شد از این که مخلصان آل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم باشد، به انحراف کشیده شد، تبدیل شد به پرستش، احترام بیجا و زیادی از حد، همچون که حضرت علی می فرماید یهلک و فیتنان، دو گروه در باره من هلاک می شوند، این یکی از این تبدیل شد به گروه هلاک شونده. یعنی اون طرف خوارج و دشمنان حضرت علی و این طرف کسانی که در باره حضرت علی غلو کنند و زیاده روی کنند، این دو گروه هلاکند. حالا خوارج منقرض شدند، از بین رفتند، ولی گروه دومی هنوز باقی اند و در بعضی از جاها اضافه هم می شن. این دو گروه جهنمی هستند. حضرت علی خبر داده ها، حضرت علی خبر داده که این دو گروه جهنمی هستند، اونهایی که زیاده روی میکنن درباره من. چون این که میگه من سگ حیدر هستم، سگ علی هستم، سگ حسینم، یا اون که میگه اگر روز قیامت خدا از من بپرسه دینت کیه، میگم حسین، قبلت چیه، میگم حسین، خدات کیه، میگم حسین، خب هم جزء همینان دیگه. این دو گروه هلاک میشن. حالا انسان به خود آید جزء کدوم گروهه؟
جزء گروه خوارج که نیست، منقرض شد، تمام شد، از بین رفت. پس نباید خود را جزء گروه دوم بداند که جزء هلاک شدگان شود. بهترین امت امت وسطند، بین افراد و تفرید. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. امت وسط یعنی بین زیاده روی و گزافه گویی و بین عرض شود که بدگویی و ظلم. وقت میگن تمام هست. بعد سوال آقا فیض الله، بله تمام شد، ظاهرا چیزی نه، بله گفتن در رابطه با شبکه‌ای به نام به سوال فارسی جواب ما نمیده، اسمش نمیدونم، اسمش دکتر ملازاده هستش، ایشون شبکه وصال تبلیغ میکنند، جواب بینندگان میدند و شما هم میتونید بهشون زنگ بزنید. ممکنه مثل که الان پشت خط موندید، پشت خطها شلوغ بوده، جواب شما ندادن، ولی معمولا ایشون جواب مردم میدند و تلفن ها را پاسخ میدهند. دو مرتبه سه مرتبه زنگ بزنید حتما جواب خواهید گرفت به اذن الله. و دیشب هم با شبکه جهانی وصال برنامه شبکه جهانی کلمه یکی شد و دقت شد که با شبکه جهانی نور هم تماس حاصل شود، ولی اشکال فنی بود که انشاءالله در مراحل آینده یا در مناسبت های آینده ما بتوانیم با شبکه های توحیدی همگام بشویم و همه با هم یک جا درباره اهداف همدیگر صحبت کنیم، و کما این که هدف همه رساندن توحید و مبارزه با شرک و خرافات از خداوند به همه توفیق بدهد و گناهان همه را بیامرزد. و عید سعید قربان که امروز هست بر همه مبارک باشد. برای ما هم دعای خیر کنید. خداوند به همه شما توفیق طاعت مزید و عبادت مزید عطا فرماید، مریض های شما را علاج عاجل و شفای عاجل فرماید، به مردگان شما رحم کند و مغفرت عطا فرماید، و به همه ما و شما توفیق عبادت عطا فرماید. از اینکه بیننده شبکه جهانی کلمه و برنامه پرسش و پاسخ بودید کمال تشکر داریم. آدرس ما pursesh@kalime.tv هستش که از این هفته انشاءالله تا دو هفته بعد بنده برای شما این برنامه های یا پاسخ به ایمیل های شما ضبط می کنم و به شکل ضبط شده در خدمت شما در جمعه های هفته های آینده به اذن الله تقدیم میشه. تا دیدار دیگر شما را به خدا می سپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.